خب ساعت هم که 9 شد، با حال در خدمت 17 کاربر هستیم. لطف میکنی چت رو جواب بدید. محسن جان تشریف میاری بالا، وبکم و اینا رو روشن کنیم دیگه. بله بله، خیلی عالی. فقط سوال من اینه که آیا جلسه ضبط میشه یا نه؟ اگه ضبط میشه به دوستان اعلام بکنیم که جلسه ضبط میشه. بله جلسه در حال ضبط هست. آره. دوستان در جریان باشید که جلسه در حال ریکورد شدنه و احتمالاً به صورت عمومی با لایسنس باز در ویکی‌پدیا و سایت های وابسته به اون منتشر خواهد شد. مایک زدی روی رکورد؟ مطمئنی اوکی؟ بله بالا بله زده در حال ضبط. آره بله. خب اوکیه. خب خیلی هم عالی. علیرضا عزیز وبکم نداری؟ بری بالا. علیرضا فکر کنم حالا دسترسیش قطع شد و خب این اولین بارهای وقتهای دیگه این داستان رو داره. دوستانی که در خدمتتون هستیم، سعی کردیم جلسه از حالا پایین ترین سطح ممکن باشه. اگه سوالی دارید توی چت بنویسید، همکارانم توضیح میدم براتون. و حالا علیرضا عزیز هم که بیاد، ما هم برای نمونه و برای اینکه حالا توضیح بدیم روی یک مقاله رو باز میکنیم، شروع میکنیم به ادیت کردنش. علیرضا وبکمت وبکممو چیکار دارید؟ ادیتو شروع بکنید. ای بابا. خب اینجا چیز نداره، اینجا بخوام اسکرین همو شیر بکنم نداره. تو باید نقش ارائه دهنده رو بگیری بعد بتونی اسکرینتو شیر کنی. خیلی هم عالی، نقش ارائه دهنده رو من گرفتم. اینجا چت عمومی رو میبندم. سمت چپ یه گزینه‌ای برات اضافه شد که شیر اسکرینت، کنار وبکمت یه دکمه چهارمی اضافه شد که شیر اسکرینت رو میتونی روشن کنی. خیلی هم عالی. خب امیدوارم که حالا این اینترنت ما جواب باشه. میخواد شما تست بکنید برای شیر اسکرین محسن جان؟ محسن عزیز یه دکمه مثبت قرمز پایین سمت راست هست، روش بزن. بعد گرفتن نقش ارائه دهنده رو بگیر که نقش ارائه دهنده رو تو به عهده بگیری. به محض اینکه رولت شد ارائه دهنده، حالا یه دکمه چهارم شیر اسکرینی هم برات میاد. الان شروع شد. بله بله داشتم. خیلی خوب عالی. من حالا با توجه به اینکه پرزنتیشن ندارم در مورد ویکی‌پدیا، در مورد استارلینک میتونم صحبت بکنم. که استارلینک اینترنت محافظه ای و اخبارش اومده که امروز در آلمان هم شروع کرده به توزیع شدن. این از بی اپ بود ولی خیلی خبر جالبی بود. فقط خواستم این اسکرینشات رو تشکر کنم از شما. حالا بازم شانس رو گفته ریدیو استارلینک بود اسکرین شیرت. خیلی اتفاقای دری هم میتونست. آره آره خدا رو شکر. الحمدلله. خب نقشه ارادهنده رو پس من بگیرم؟ آره آره شما بگیرید. من فقط خواستم تست بکنم ابزار رو. خب یک تست میکنیم. علیرضا شما در بالا نمیشه اصلا. حالا من یه وقت شلوارک پوشیدم، حتما با آبرو منو ببرید. آره دیگه. پس بذارید بیام. نه من شلوارک نپوشیدم، حواسم بوده که شلوار درست حسابی بپوشم. خب سلام، وقتتون بخیر. من خودم رسوندم خونه مادرم که بتونیم وبینار رو برگزار کنیم، شیر اسکرین رو شروع کنیم. من یه توضیح بدم به دوستانی که توی جلسه‌مون هستن. ببینید سورس‌های مختلفی تو وبینار در اختیارتون قرار میگیره. مثلا الان وبکم من روشنه، وبکم مایکی روشنه. یه چیزی به اسم تخت سیاه هم هست که یا اسلاید یا شیر اسکرین.
شما میتونید هر کدومو دلتون میخواد خاموش و روشن بکنید. یعنی شما الزامی ندارید که اون چیزی که همه سورسایی که در اختیارتون قرار بگیره رو ببینید. میتونید وبکم ها رو مینیمایز کنید، فقط تخت سیاه رو بزرگ کنید یا برعکس. الان اگر شیر اسکرین روشن بشه، من نظرم اینه که عضویت رو استارت بزنید با شیر اسکرین مایکی عزیز و بعد شروع کنیم سر ویرایش های ساده ای که یک کمی بچه ها با ویکستین تکس آشنا بشن. اوکی، منم خاموش میکنم. اگر هر جایی بود من اینجا نشستم منتظر، اگر نیاز به هر کمکی هست اوکی هم. و محسن هم اگر شروع کنه خیلی خوبه. حالا یه جایی شما برید پاس بدید به محسن که یه ذره هم تنوع ایجاد بشه. من فعلا هستم در کنار. خیلی هم عالی. خب دوستان عزیزی که میخوام آن همراهی کنن، من ایکو دارم. دوستان عزیزی که میخوان با ما همراهی کنن، ما سعی میکنیم لینک هایی که استفاده میکنیم رو توی چت عمومی قرار بدیم. معمولا حالا یه یادداشت اشتراکی بود میذاشتیم که متاسفانه لحظه نگار در اختیار ما قرار نداده، اما حالا اگه لینکی بود که بهش نیاز داشتید تو چت نتونستید پیداش کنید اعلام کنید. اگه خواستید بیاید بالا، سوالی داشتید خواستید مطرح کنید، باز هم توی چت اعلام کنید که دسترسی میکروفون بهتون داده بشه. و با این اوصاف بریم که شروع کنیم. احتمالاً اکثر شمایی که اونجا هستید، قبل از اینکه شروع بکنید، من با تجربه که احتمالاً پنهای باندت کمه، من وبکم خودت خاموش کن که اون فایلی که شیر می‌کنی کیفیت بهتری داشته باشه، احتمالاً رو کیفیت صدات هم تاثیر داشته باشه. مرسی. خب بهتر شد. بهتر شد. آره آره آره. خیلی هم عالی. احتمالاً اکثر ویکی‌پدیا آشنا هستید. خب جزو 10 سایت برتر اینترنت هست و سورسیه که حالا اگه دانشجو باشید به قولی پروژه ها رو از روش انجام میدید، اگه دانش آموز باشید به هر حال برای هممون یک سورسی بوده. و خب ویکی‌پدیا به بیش از 200 زبان دنیا ترجمه شده که یکی از این زبان ها فارسی هست و ما توی ویکی‌پدیا فارسی تا اینجا حالا بیش از 770 هزار تا مقاله داشتیم. اما یکی از انتقادهای بزرگی که وارد به این سامانه، خصوصا وارد به ویکی‌پدیا فارسی، از هر متخصصی که بپرسید، از پزشک بپرسید، از مهندس بپرسید، این موضوع رو به شما میگه که خیلی از مقالات ویکی‌پدیا، خصوصا مقالات تخصصی ترش، کیفیت کمتری داره. و خب خیلی ها هم حتی وقتی بهشون میگیم که ویرایش توی ویکی‌پدیا آزاده، شما میتونید اون مقاله ها رو گسترش بدید، به خاطر حالا سختی که خود ویکی‌پدیا داره ممکنه حالا سردرگم بشن، ممکنه نتونن به اون شکلی که میخوان صفحه رو ادیت کنه. دوره همین که الان داریم که حالا اولین باریه که به شکل آنلاین داریم اجراش میکنیم، یک دوره همیه که حالا توی اجتماع بزرگترمون دارن بهش میگن ادیتاتون ها. و کاری که میکنیم اینه که دوره هم جمع میشیم، تجربه هایی که داریم رو به اشتراک میذاریم، چون حالا ویکی که همچین وسعتی داره قطعا توی هر نقطهش ممکنه به چالش بخوریم. و سعی میکنیم حالا توی این محیطی که فراهم شده و کنار هم هستیم، مقالاتی که بهشون علاقه داریم یا مقالاتی که در اونها تخصص داریم رو ویرایششون کنیم و گسترششون بدیم. برای شروع شما ممکنه حالا مقاله مورد علاقتون باشه. من روی علیرضا حساب کردم که گفت من یه سری مقاله ها دارم و میخوایم ادیت کنیم و این حرفا. علیرضا بیا بالا و با یکی از مقاله های علیرضا شروع کنیم. برای ترجمه چیز، من یه دو تا ترجمه انگلیسی دارم میخوام فارسیش بکنم، بریم سراغ اونا. گسترش نداریم، مقاله که از قبل باشه بخوایم گسترش بدیم. مقاله گسترش داده شده، من والا لیستم رو بذار بیارم. چیز کنید به نظر من برین اولش یه دون حساب کاربری بسازه، حساب دفتری مهمترین کار
حساب کاربری بس از دوستان حساب کاربری ببینن، بعد اون حمایه‌ای که داریم الان حمایه مسابقه بانوان سرخپوش یه مقاله از اونجا انتخاب کنیم با هم بریم از ویکی انگلیسی ترجمهش بکنیم، ساده ترین کار باشه دیگه. این فکر کنم راحت ترین جا شروع باشه. خیلی عالیه، اگه این برنامه رو بریم که عالی. خیلی هم عالی. یه توضیحی بدم، ما به ویکی‌پدیا میگیم دانشنامه آزاد. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که هر کاربری میتونه ویرایشش کنه و شاید برای شما مطرح باشه که خب شاید من نخوام اکانت ایجاد کنم و اکثر مقاله های ویکی‌پدیا خصوصا مقاله هایی که حالا هنوز تازه سازن نیاز به گسترش دارن، اینها رو شما با آی‌پی میتونید ادیت کنید، اما برای اینکه حالا براتون ثبت بشه که شما این کار رو کردید، برای اینکه بتونید راحت تر دسترسی های مربوطه رو بگیرید و برای اینکه بتونید یک سری مقاله ها رو ویرایش کنید نیازه که اکانت داشته باشید. شما هر کدوم از ویکی‌پدیا ها رو باز کنید، الان اینجا من ویکی‌پدیا فارسی رو بازش کردم، یک لینکی بالا سمت چپ صفحه داریم به نام ایجاد حساب کاربری. حساب کاربری رو که شما بسازید، خب وقتی میخواید بسازیدش، این لطف کرد که پر کرد اینا رو برای من. وقتی شما بسازیدش، به جای اینکه ادیتا به نام آی پی شما ثبت بشه، به نام نام کاربری که حالا میخواید ثبت میشه، لینک ساخت حساب کاربری رو گذاشتن و میتونید استفاده کنید. من برای نمونه یک حساب ایجاد میکنم به نام ویکیفا ایتاتون و حالا یه پسوردی که براش وارد میتونید وارد کنید. پس هیچی، حالا من یه از داستان‌های این وبینار ها اینه که من این پسورد هم اینجا باید بزنم حتما و معلوم میشه. خب و حالا وارد کردن ایمیل هم اجباری نیست ولی توصیه شده. من از اکثر کسایی که اینجا هستند، اگه میخواید با ما همراه بشید، میخوام که حالا وارد که میشید الان با ما همراه بشید، یک اکانت ایجاد کنید و بریم که شروع کنیم کار کردن روی مقاله ها. یه سوال پرسیدن، میخواید دسترسی بهشون بدید که بیان بالا. دسترسی میکروفون دارن آقای کیانی؟ اگه این آقای کیانی، متاسفانه سوالشون سوال غلطی، از این جهتش که ما تو ویکی‌پدیا نباید واسه لینک گرفتن ویرایش بکنیم. ویکی‌پدیا یه جایی مثل خونه و شهر ما، نباید کثیفش کن. لینک بگیری که چی بشه؟ ویکی‌پدیا یه دانشنامه است که باید علم توش، علم و دانش روش گسترش پیدا بکنه، نه اینکه لینک گرفت. آقای کیانی بله میتونی صحبت بکنی. مطمئن نیستم حالا اجازه بدید. خب گویا دسترسی ندارن، نمیدونم حالا یه مشکلی وجود داره. از علیرضای عزیز میخوام که حالا پیگیر این موضوع بشه. شما وقتی که توی ویکی‌پدیا حساب میسازید، میکروفون کاربران فعال شد به نظر، حالا دسترسی میکروفون داده شده. وقتی که توی ویکی‌پدیا حساب میسازید، صفحه های مختلفی دارید. یکی از اون صفحه هایی که دارید صفحه بحثتون هست، که خب من اینجا ندارمش، برام نوشته پیام های جدیدی دارید. توی بحثتون شما توی ویکی‌پدیا به جای اینکه برید حالا به شکل یک چت با بقیه کاربران تعامل داشته باشید، میتونید از طریق این صفحه های عادی که بهشون میگیم صفحه بحث چت کنید. این صفحه ها صفحاتی هستن که
کاربران ویکی‌پدیا برای تعامل کردن ازش استفاده می‌کنند. اگه اشتباهی کنید، نمی‌دونم اخطارش اینجا میاد و وقتی که حساب می‌سازید، اولین پیامی که برای شما میاد برای دوستانی که حالا بعدها می‌خوام پیگیر این موضوع بشن، یه پیام خوش آمدید هست که میاد شما رو قدم به قدم با ویکی‌پدیای فارسی آشنا می‌کنه. همون کاری که حالا ما اینجا داریم قدم به قدم انجام می‌دیم و میریم جلو. قراره که به شکل متنی این اجازه رو به شما میده که حالا مطالعه کنید و برید جلو. اگه اشتباه نکنم دسترسی میکروفون به همه عزیزان داده شده. اگه سوالی بود میتونید حالا اعلام کنید و میکروفونتون رو روشن کنید. حالا میخواید پیگیر بشیم که چرا دسترسی ندارن. دوستان عزیز، الان دسترسی اشتراک گذاری صدا به همه حضار داده شده و میتونید با زدن روی دکمه هدست یا میکروفون که میبینید دسترسی میکروفونتون رو آزاد کنید. زحمت بکشین دوستانی که آقای کیانی اگر میتونن این کار رو بکنن یا حتی آقای سعید پالر اگر اشتباه نکنم هم خودشون صحبت بکنن که بقیه ببینن میتونن این کار رو انجام بدن. یک دو سه. بله بله، شما آقای کیانی میتونی صحبت کنید، ما صداتون رو شنیدیم. بله صدا داری. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. حالا سلام، خوش اومدید. من با لینکدین با شما آشنا شدم، خیلی آشنایی با تیم شما و اساتیدی که اینجا هستن ندارم. با ویکی‌پدیا چند وقت پیش آشنا شدم، مخصوصا بحث ویرایشش، حالا چون کار مربوط به سئو اینا هست بیشتر حالا سمت ویرایشش بود که حالا شما هم این زحمت کشید و این وبینار رو دید برگزار میکنید. ما سر ویرایش حالا یه مقدار داستان داریم. این که اولین سوالی که هست اینه که خب اصلا ما چرا باید ویرایش کنیم؟ یعنی مثلا یه صفحه رو من توی ویکی‌پدیا میبینم، چه سودی برای من کاربر داره که بیام یه نام کاربری، یه یوزری، یه چیزی بسازم بعد بخوام صفحه رو ویرایش بکنم؟ دومین نکته و سوال حالا بیشتر تخصصی هست اینه که خب حالا به فرض بگیریم که من ویرایش میکنم که لینک بگیرم، اصلا چرا انقدر ویکی‌پدیا سخت میگیره سر این موضوع؟ و اینکه چرا یه ویرایش ساده رو که من یه مطلب اضافه میکنم حتی لینک هم یه مطلب ساده اضافه میکنم، چرا اینقدر سخت میگیره و اجازه ویرایش نمیده؟ حالا کما اینکه مثلا بگیم لینک هم ندیم. این دو موضوع رو حالا فکر کنم برای کسایی که مبتدیان یه مقدار شفاف سازی کنید ممنون میشم. خب سلام و عرض ارادت به آقای کیانی و همه حضار عزیز. من از دوستان اجازه میخوام که جواب این دو تا سوال رو حالا اجمالا بدم. موضوعی که وجود داره، من هم مثل شما، من دیجیتال مارکترم و سئو کار میکنم در کنار بقیه فعالیت هام و بکلینک سازی هم یکی از فعالیت هایی که من میکنم. و موضوعی که برا منم بوده اینه که خب حالا یه بستری هست به نام ویکی‌پدیا و بیایم و ازش استفاده بکنیم. این انگیزه برای من هم معنادار بوده. یه سری انگیزه های دیگه ای هم ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه شما سئو کار نکنید یا بکلینک سازی براتون مهم نباشه. رزومه سازی هم میتونه ویکی‌پدیا بکنه برای آدم ها و خیلی کار جذابی هست. من میتونم اعتبار خودم رو با داشتن مقاله در ویکی‌پدیا بالا ببرم. مسلما وقتی اسم منو سرچ میکنن و اگه اسم من توی ویکی‌پدیا باشه، خب خیلی کردیت بزرگیه برای من به شخصه، برای من علیرضا پورآبدی. و خب چرا که نه، منم دلم میخواد که این اتفاقات بیفته. و خیلی صادقانه بگم که هم دوست دارم که سایت هایی که با من کار میکنن بکلیک داشته باشن تو ویکی‌پدیا، هم دوست دارم اسم خودم باشه، همین که دوست دارم که نظراتمو ثبت بکنم توش.
ماجرا از این قراره که من یه جواب خیلی تو دی پوینت و مشخص به این سوال بدم و بعد از اون یه جواب عمیق و مفصل تر هم دارم که خب اون نیازمنده اینه که ما این فرایندی که داریم میگیم رو با ما همراه باشید تا متوجه اون دلیل اصلی بشید. یه اصطلاحی ویکی‌پدیا داره به نام تعارض منافع. من اینو از یه کلمه حقوقی ترجمهش کنم به یه کلمه قابل فهم که برامون قابل درک باشه که تعارض منافع یعنی چی، تا ببینیم که به کجا میرسیم. ویکی‌پدیا میگه من یه سایتی هم که اومدم دانش رو، دانش ارزشمند رو به شکل آزاد توسط مشارکت کاربرهام در اختیار بقیه قرار بدم. درست شد؟ این منفعت ویکی‌پدیا است. یعنی بنیاد مدیا ویکی ایدهش این بوده که من میخوام دانش ارزشمند رو در به شکل رایگانی در اختیار بشر قرار بدم. این میشه منفعت ویکی‌پدیا. حالا کاربرایی که میان برای ویکی‌پدیا ویرایش میکنند با عضویت قوانین ویکی‌پدیا رو میپذیرن. یعنی شما نمیتونید قوانین رو نپذیرفته در این سیستم فعالیت بکنید. زمانی که قوانین رو میپذیرید، یکی از چیزهایی که پذیرفتید اینه که برای این منفعت تلاش بکنید. حالا اگر علیرضا پورآبدین یک منفعت دیگری بجز این داشته باشه، مثلا بخواد کردیت خودش رو افزایش بده یا بخواد بکلینک سازی بکنه برای وبسایت‌های مطبوع خودش، این تعارض منافع بین منفعت شخص علیرضا به عنوان یک کاربر و یک بنیاد و یک وبسایت و یک سیستم به نام ویکی‌پدیا است. بین من و ویکی‌پدیا توی این اکت تعارض منافع وجود داره. من برای یک منفعت دیگه میخوام کار بکنم و ویکی‌پدیا ایدهش برای فعالیتش یک چیز دیگه است. این اصلی ترین و تو دی پوینت ترین جوابیه که میشه به سوال شما داشت که چرا نباید لیک سازی بکنیم. به خاطر اینکه تعارض منافع دارید، خاطر اینکه اگر بنا باشه هر کسی به خاطر منافع شخصیش ویرایش بکنه، امکان ویرایش آزاد شما در ویرگول هم دارید، شما در سایتی مثل مدیوم هم دارید، در تامبلر هم میتونید بنویسید، در بلاگ اسپات هم میتونید بنویسید. چرا ویکی‌پدیا انقدر معتبره؟ چرا اگر اسم علیرضا پورآبدین در مقاله های ویکی‌پدیا باشه انقدر معتبره؟ به خاطر این حساسیتی که وجود داره. این تو دی پوینت ترین جوابیه که میتونم بهتون بدم. حالا یه موضوع دیگه ای وجود داره. این یکی از قوانین بود که من به شما گفتم، تعارض منافع. بقیه قوانین چیه؟ ایده ها از کجا داره میاد؟ اصلا فرهنگ ویکی‌پدیا چیه؟ رو چه حساب آدم ها دارن ویرایش میکنن؟ آقای کیانی یک سوالی پرسید که خب منفعت من چیه پس اگر من میخوام ویرایش بکنم؟ اگر بناست من نتونم کردیت شخصی خودم رو افزایش بدم، اگه نتونم برای وبسایت های مطبوع خودم بکلینک بسازم، این پس چه انگیزه ای وجود داشته داره برای من؟ این سوال سوال خیلی باحالیه و جوابش در یک خط و یک جمله نمی گنجه. فقط من یه اشاره بکنم توی این جوابی که میخوام بدم و بعد بریم ادامه صحبت های مایکی رو داشته باشیم. در طول زمان وقتی فعالیت میکنید جواب این سوال رو پیدا میکنید. آقای کیانی و دوستان دیگر، اگر هیچ انگیزه‌ای وجود نداره برای ویرایشگرها، پس چرا ویکی‌پدیا به این حد از جامعی و کامل بودن رسیده؟ رو چه حسابی؟ چه جوری تونسته؟ ما ویرایشگرهایی داریم در جامعه ویرایشگران فارسی، ویکی‌پدیان های فارسی، که 26 هزار مقاله ساختن در ویکی‌پدیا در طول 10 سال. آدم هایی داریم در روز 3-4 ساعت از وقتشون رو برای ویکی‌پدیا میذارن و نه تنها بکلینک سازی برای خودشون نمی کنن، مقاله برای خودشون نمی سازند، بلکه جلوی این کار رو هم دارن می گیرن بدون اینکه حقوقی بگیرن، بدون اینکه منافعی داشته باشن. یه سوالی دارم. یک نفر ممکنه بیکار باشه دلش بخواد، دو نفر ممکنه بیکار باشه دلش بخواد، مگه میشه در طول سالیان تعداد زیادی آدم انگیزه این کار رو داشته باشن؟
بی خود و بی جهت. به نظر من بی خود و بی جهت نیست، یک ارزشی وجود داره که علیرضا، محسن، مایکی، آقای سباقی، آقای مصلح، آقای خانم فقیه نژاد و دیگران دوست دارن بیان این کار رو یاد بگیرن دیگه. خب این ارزش کجاست؟ این ارزش چیه؟ ببینید بچه‌ها، یک کامیونیتی ما داریم، یک جامعه ای داریم به نام ویکی‌پدیان ها در دنیا. شما وقتی عضو این جامعه میشید، یک سری نظام ارزش گذاری این جامعه داره که شما با عضویت در این جامعه، این نظام ارزش گذاری براتون مهم خواهد شد. اگر مهم نباشه که خب اوکی، شما رو به خیر و این جامعه رو به سلامت، و کمان که خیلی ها دوست ندارن وقت بذارن. ولی اون کسایی که دارن وقت میذارن، ساختار ارزشی و نظام ارزش گذاری این سیستم براشون مهمه که دارن براشون وقت و انرژی رو میذارن. از جمله همون منفعت اصلی که ویکی‌پدیا دنبالشه، اشتراک گذاری رایگان و آزاد دانش در اختیار همه گذاشتنش. این مهم بوده برای دوستان که وقت گذاشتن و دارن ویرایش میکنن. همین الان تو جمع خودمون کسایی رو داریم که بارها و بارها وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن که یک مقاله دوست دارن رو بهبود ببخشن. دلایل و انگیزه ها زیاده. من یه انگیزش رو به شما بگم. مثلا شما ممکنه که اهل تاریخ و فلسفه باشید، بعد یک من صحبتتون رو قطع میکنم. اگر به هر سوال شما بخواید اینقدر جواب بدید، دیگه فقط دو تا سوال میتونیم بگیریم، مثلا دیگه جلسه رو نباید برگزار کنیم. من حرف شما رو خواهش میکنم توی دو دقیقه محدود بکنیم هر سوال و جواب رو که بتونیم به اهداف جلسه. بسیار عالی، مرسی محسن، بسیار تذکر درست. شکریم قربان شما. مرسی از من. فقط همین رو بگم که شما ممکنه که یک مفهومی براتون مورد توجه باشه، مثلا در فلسفه، فلسفه نیچه رو دوستش داشته باشید، خب شما دوست دارید که این افکاری که دارید، این اطلاعات رو به شکل درستی در اختیار بقیه قرار بدید. پلتفرم مثل ویکی‌پدیا این بستر رو به شما میده که اگر بتونید نظام ارزش‌گذاری این جامعه رو درک بکنید، غرض‌ورزی‌های شخصیتون رو بذارید کنار، سوگیری‌های شخصیتون رو بذارید کنار و بی‌طرفانه به مفاهیم نگاه کنید، اجازه این رو دارید که مفاهیمی که علاقه دارید بهشون رو ترویج بکنید. من از مایکی میخوام که بالا بیاد و اسکرین شیرش رو ادامه بده. ببخشید اگر من زیاده گویی کردم. در ادامه حرفای علیرضا عزیز بگم که یک مسئله وجود داره توی بحث سوم به نام بکلینک، یعنی هر سایتی که توی ویکی‌پدیا خب لینکش بیاد تاثیر مثبت داره برای اون وبسایت، وقتی که وبسایت سرچ میشه، وقتی برای بقیه نتایجش تاثیر مثبت داره. و خب با وجود اینکه ویکی‌پدیا حالا لینک هاشو به شکلی گذاشته که تاثیر نذاره، این تاثیر رو داره. و خب این موضوع باعث شده که تنها راه حالا مبارزه ویکی‌پدیا با تبلیغات، ما مشکلی با منبع معتبر نداریم، ما مشکلی با اطلاعات درست نداریم، ولی حساسیتی که در مورد تبلیغات به وجود اومده باعث میشه که خیلی از اکانت هایی که وارد این موضوع میشن، خیلی از افرادی که خیلی وقت با نیت خیر، خیلی وقت با حسن نیت وارد میشن و میخوان ویکی‌پدیا رو ویرایش کنن، حالا سنگ اندازی بشه توی راهشون. این ادیتاتون داره تلاش میکنه خب از یک طرف توضیح بدیم که خب این داستان ها وجود داره و بکلینک گرفتن اگر هم اتفاق بیفته ممکنه باعث بلک‌لیست شدن وبسایت شما بشه، و از اون طرف به همگان یاد بدیم برای حالا اهداف عامل منفعه، اهداف این که من نوعی میخوام فدا مقاله فارسی زبان های دیگه بتونن راحت مطالعهش کنن، راجبش اطلاعات کسب کنن، بیایم این رو هم یکم ساده ترش کنیم، یکم این رو تسهیلش کنیم که حالا ورود همه بهتر بشه و ممکن بشه. خب برگردیم به بحث اکانتی که ساخته بودیم. اگر که اکانتی ساختید میتونید، لازم نیست ولی میتونید که یوزرنیمتون رو شیر بکنید. حالا دوستان ما اینجا حواسشون هست که اگه به مشکلی برخوردی راهنماییتون کنن، وگرنه شما بالا سمت چپ صفحه یک سری لینک دارید.
یا یه لینک دارید مربوط به بحثه. اینجا من قضیه بحث رو توضیح دادم که یه حالت چتی داره توی ویکی‌پدیا و برای ارتباط استفاده میشه، برای وارنینگ ها استفاده میشه، و یا براتون نوشته که شما پیام جدید دارید بزنید صفحه بحثتون باز میشه. یک همونطوری که توضیح دادم یک پیام خوش آمده گذاشتیم که اگه به هر دلیلی امکان استفاده از اینجا نبود، اگه مطالب کم و کاسی داشت، میتونید با دنبال کردن لینک هایی که ما اینجا داریم اون اطلاعاتی که لازم دارید رو به دست بیارید. خب تا اینجا به نظر دوستان تا الان به مشکلی بر نخوردن. ممنون از خانم امینی که اکانتتون رو ایجاد کردید و حالا ما کم کم بریم سر ادیت کردن و گسترش یک مقاله. یک موضوعی که وجود داره توی محمد حسین جان، دوستانی که دارن حساب می‌سازن، اگر موقع ایجاد حساب با پیغام این که از این آی پی امکان ایجاد حساب نیست مواجه شدن، به احتمال خیلی زیاد از فیلتر شکن استفاده میکنن و به یه سری دلایل فنی امکان ایجاد حساب با فیلتر شکن وجود نداره. بنابراین حتما سعی کنید که با آی پی خودتون، یعنی آی پی که دارین، حسابتون رو ایجاد بکنین. اگر بازم مشکل پابرجا بود حتما توی چت مطرح بکنید که من و دوستان کمک بتونیم بکنیم. خب خیلی هم عالی. یک مسئله که وجود داره، خب فلج تحلیلی، خیلی هم عالی. علیرضا عزیز میدونست من چی میخوام، به من یه مقاله پیشنهاد داد برای آقا یه چیزی به شما بگم. اصل قضیه که ادیتاتون رو من پیشنهاد دادم برای اینکه من چند تا مفاهیم رو بهش میرسیدم، مثلا این ترجمه اوورثینک، من رسیدم به یک مفهومی به نام اوورثینک، بعد دیدم که وقتی ترجمه میکنی و سرچ میکنی توی انگلیسی میرسی به یه چیزی، همین فلج تحلیلی توی انگلیسی میرسی و فارسیش یه خط بیشتر نیست. بعد تمام واقعیتش من دلم میخواد بشینیم با هم قشنگ مشتی اینو گسترشش بدیم و گفتم ادیتاتون بذاریم براش. این فلج تحلیلیه. یکی دیگه هم هست، یوریکا افکت، که اصلا فارسی نداره. یعنی ما دوتا شیوه رو میتونیم الان تست بکنیم، یکی این که یه مقاله ناقص رو تکمیل بکنیم که خب به نظرم از همین شروع بکنیم، این فلج تحلیلیه که مورد علاقه منه، و بعدش بریم سراغ اون یوریکا افکته که اصلا مقاله فارسی نداره، ایجادش بکنیم. برو جلو رفیق، من پشت سرم. علی رضا به نظر تصویر تمامی که عوض شده برای بقیه عوض نشده. شما هنوز پیام خوش آمدید رو میبینید؟ بله عزیز، پیام خوش آمدیده. اگر بقیه عوض نشده زحمت بکش اسکرین شیر تو استوب کن، دوباره شروع بکن، اوکی میشه. خب من دوباره این رو بزنم. خب تصویر باید الان بیاد. الان داره لود میشه. اوکیه. من داره تا داره تصویر لود میشه جواب دوستانو بدم. خانم مرجان امینی گفتن یه سوال، ویکی‌پدیای انگلیسی در زمینه ریاضی خیلی کامله ولی فارسی در حد دو تا چهار تا توضیح داده برای هر مبحث. خب من اینو ادامهشو بگم، حدس میزنم میخواد چی بگید خانم امینی. خانم امینی کسی هستن که دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته ریاضی هستن و موضوع همینه. 250 زبان داریم که در حقیقت هر جامعه‌ای داره زبان خودش رو تکمیل میکنه. اگر امروز مباحث ریاضیات محض در ویکی‌پدیای فارسی خیلی قوی نیست، کمکاری از من و شماست خانم امینی. ما امروز اومدیم ادیتاتون بذاریم که شما ادیت رو یاد بگیرید و بتونید گسترش بدید مباحثی که خودتون تو داخلش فعال هستید رو. یه ذره با ما همکاری بکنید، ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی رو هم همین امروز فکر می‌کنم که ما بتونیم به شما یاد بدیم. محسن سالک هستی عزیز؟ برقرارم هستن، در خدمت شما هستن. محسن فکر میکنم اینترنتی که مایکی داره خوب نیست برای اسکرین شیر، تو میتونی اسکرین شیر رو شروع کنی و مقاله رو گسترش بدی؟ آره، فقط نکته که وجود داره، من فایلی که داره یا حسابو که داره من دسترسی بهش ندارم متاسفانه. به چی دسترسی ندارم؟
نداری؟ این اکانتی رو که ساختن چون می‌خواستیم اکانتی باشه که از صفر شروع کنه، الان بچه‌ها حسابو ساختن، می‌خواستیم با همون ویرایش بکنیم، چون من صفحه که حساب کاربری خودم مشکلش که یه سری ویجتا رو فعال کردم، اونا طبیعی نیستن دیگه، بقیه بچه‌ها اینو نمی‌بینن. خب الان با همون اکانت جدیده، یه اکانت جدید همه الان بساز برو. اوکی بذار ببینم حالا بچه‌ها درست میشه، یک دقیقه واسه مگه درست نشد ادامه میدیم. اوکی شما زحمت بکش تا این یک دقیقه صبر رو داریم می‌کنید، تو اکانت جدیده رو بساز قربونه. احسن من داشتم مقاله می‌نوشتم. باشه چشم. آقا این سوالتو بپرس. راست من صوتی سوال میپرسم چون خیلی حوصله تایپ ندارم. در حد خیلی کوتاه که بحثم گرفته نشه جلوش، ما الان خیلی از صفحات انگلیسی وجود دارن که یعنی در واقع مشابه فارسی ندارن، یعنی موضوع انگلیسی یا هر زبون دیگه ای هست فارسیشو نداری. آیا ویکی‌پدیا و ادیتورهای ویکی‌پدیا اجازه میدن که ما این همون مطالعه یا خلاصه شده شو ترجمه بکنی، ترجمه روان و سلیس، و اونو در قسمت فارسی بذاریم و پابلیش بشه؟ خب ببینید، یه موضوعی که وجود داره، ویکی‌پدیا 254 تا اگه اشتباه نکنم، حالا دو تا بالا پایین، در زبان داره و مقاله ها داره به شکل موازی پیش میره. یعنی اینجوری نیست فعلا این زیرساخت وجود نداره که اگر یک کاربری یک مفهومی رو در زبان انگلیسی توسعه داد، بلافاصله در 253 زبان دیگه هم ایجاد بشه. نه خیر، هر زبانی کاربراش جدا 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 دارن دیولپش میکنن. این اولی موضوع. حالا من پورآبدین، شما کیانی، اون دوستان دیگه به این نتیجه رسید که یه مفهومی در انگلیسی به شدت خوب توضیح داده شده و میخواد که بیاید و توی فارسی هم همون رو داشته باشید. از لحاظ تکنیکال این امکان وجود داره که شما مقاله انگلیسی رو با ابزارهایی که امروز ما به شما میگیم ترجمه کنید به فارسی. یعنی لازم نیست مقاله رو از صفر بسازید و صفر تا صدش رو پیش برید، با ابزار ترجمه ترجمه رو خیلی راحت تر انجام خواهید داد. یکی از کارهایی که ما در این ادیتاتون خواهیم کرد همینه که این ابزار ترجمه رو در اختیار شما قرار خواهیم گذاشت و بهتون یاد خواهیم داد. اما اینو بدونید که از لحاظ فنی این کار رو انجام میدیم، از لحاظ قانونی لازمه شما منابع مقاله مرجع رو دونه 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 پاراگراف به پاراگراف ذکر بکنید. یعنی به این سادگی نیست که بگید چون تو ویکی‌پدیا انگلیسی بود پس اینجا هم هست. نه خیر، شما باید مقاله رو اونجا ببینید به استناد چه منبعی توش تو انگلیسی ذکر شده و بعد اینجا بیاید و ذکر بکنید که به اون منبعه اشاره کرده، حتی اگر در یک زبان دیگه باشه. من ببینم دوستانم و مایکی و خب گویا اینترنت من یکم ضعیف بود و نمیاد، اگه شما زحمتش رو بکشید. من اینو که بگم مایک، اولین نکته که تو جلسه برگزاری ادیتتون هست اینه که شما حداقل به 3 تا اینترنت داشته باشید. تو ایران اینطوری که حداقل باید یه اینترنت داشته باشید. 3 تا داریم الان. آره، 2 تا بکاپ داشتید. اجازه استانداردها بگید به ویکی‌پدیا جهانی که در مورد ادیتاتون های ایران باید اضافه کنم. آره نه، من اصلا خونه الان 5 اینترنت دارم، میدونی، به خاطر اینکه همچه اتفاقی خیلی طبیعیه و دائم اتفاق میفته. 5 اینترنت داره، 5 شایی با هم اندازه یه اینترنت دائمی و خوب نیست، ولی اینا باید باشن دیگه دائما. الزومات کالتیو اگه تو یه استاندارد دیگه هم اضافه کنی، یه اکانت ادیت هم باید مدیرای ویکی‌پدیا داشته باشن، سریع بیان رو اسکرین شیر، خیلی خوب میشه. آره داریم، من باید اینم فکر خوبی بیام که اینا رو مستند بکنیم، ان شاءالله خیلی خوب میشه. نه خواهم گفت، الان سوالی که پرسیدی، انگلیسی از این جهت مرجع هست که یک سخنور زیاد داره و خیلی ازش استفاده میکنن، خیلی‌ها به زبان انگلیسی آشنا هستن و اون رو میدونن در مقابل سایر زبان‌ها، ولی نسخه‌های دیگه ویکی‌پدیا مثل آلمانی و اینها هم خیلی کیفیت بالایی دارن، اما خب تعداد کسایی که آلمانی میدونن یا احتمالاً با آلمانی میتونن کار بکنن خیلی کمتر از کسایی هستش که با انگلیسی میتونن کار بکنن. بنابراین یکی از راحت‌ترین راه‌ها و ساده‌ترین کارها این هستش که شما یک مقاله رو از انگلیسی ویکی‌پدیا انگلیسی به فارسی برگردونید. دقت کنید که از شما مثلا هر مقاله انگلیسی دیگه مثلا باشه نمیشه تو ویکی‌پدیا استفاده کنید، چون ویکی‌پدیا لایسنس هاش یک جوری هست که شما میتونید ترجمه بکنید، اجازه این کار هم وجود داره.
یه سوالی خانم گلداری، بخشی از سوالشون هم این بود که آیا ایجاد مقاله بک به زبان فارسی مقدور نیست؟ نه خیر، کاملا هم مقدوره. شما میتونید یک مفهومی رو برای بار اول بدون اینکه در زبانهای دیگه ویکی‌پدیا باشه در زبان فارسی برای بار اول راه اندازی بکنید. منتهای مراتب این کار نیازمند تجربه شما در کار کردن با پلتفرم ویکی‌پدیا است. پیشنهاد ما اینه که شما با ترجمه کردن تجربه خودتون رو برای کار کردن با این محیط بالا ببرید، ویکی سینتکس رو بشناسید، قوانینش رو بشناسید که زمانی که میخواد یک مقاله جدید و به قول شما بکر فارسی درست بکنید که هیچ اشکالی هم نداره، بدونید که چه ساختار فنی و چه ساختار ارجاع به منابعی رو باید درش رعایت بکنید که بتونید این مقاله رو درست بکنید. خیلی از مفاهیم هست که بار اول اصلا در فارسی ایجاد میشه، مثلا مشاهیر ما، مثلا آقای شجریان، مسلما اولین بار معتبرترین زندگی نامش در فارسی ایجاد میشه چون این در جامعه فارسی زبان بیشتر بهش ارجاع داده میشه و بعد در بقیه زبان ها از فارسی ترجمه میکنن. ولی ما چرا به کاربرانمون پیشنهاد میکنیم که با ترجمه از انگلیسی به فارسی شروع بکنن؟ چون این کار مسیر راحتی برای یادگیری و افزایش غنای محتوای فارسیه. آقای خیراللهی گفتن جامعه کاربران ویکی‌پدیای فارسی کجا با هم صحبت میکنن؟ اگر تشریف بیارید اکانت بسازید میبینید داخل خود پلتفرم جایی برای تعامل هست، همون صفحه بحث کاربرها یه قسمتی دارن به نام تابلوی اعلانات مدیران. یه کمی صبوری بکنید، کوچه پس کوچه های پشت ویکی‌پدیا رو به راحتی میتونید بفهمید و میتونید با کاربرها در ارتباط باشید. آقای سالک اسکرین شیر رو روشن کن برادر. بله چشم، الان شیر میکنم. منتها نکته وجود داره الان بذار شیر کنم خنده داری بشه. من یه حساب کاربری دارم که یوزرش مرغه، نمیدونم دیده میشه یا نه. حالا دیگه ما چیزی برای پنهون کردن نداریم. آیا آقا بیگی، مقاله بیک میتونیم از طریق کپی پست مقاله مشابه بسازیم؟ در داخل ویکی‌پدیا دلیلی نداره محتوای تکراری قرار بگیره مگر اینی که طبق یک قوانینی. شما این قوانینش چی هست؟ پیشنهاد من اینه که یه ذره از یه جایی شروع کنیم به کار کردن، این قوانین رو متوجه خواهید شد. ما نمیتونیم بیان توی یک جلسه تمام قوانین رو سفت سرش توضیح بدیم. نظرمون اینه که شما کار کردن با ویکی‌پدیا به شکل ساده رو یاد بگیرید، یواش یواش با هر مشکلی که براتون پیش میاد قوانین رو هم درک خواهید کرد. یه نکته ای من مطرح کنم، چون پرسیدن حالا از طریق کپی پیست میشه انجام داد یا نه. حالا توی بحث سئو این وجود داره و حالا جاهای دیگه هم وجود داره. داستان ویکی‌پدیا اینه که شما نمیتونید دقیقا همون متنی رو که حالا تو وبسایت خودتون یا تو وبسایت جای دیگه هست این رو کپی کنید قرار بدید توی ویکی‌پدیا و بگید منبعش اونه. این میشه نقض حالا کپی رایت و مشکل داره. کاری که انجام میشه معمولا اینه که کاربرها هم توی زبان انگلیسی هم توی زبان فارسی میان متن رو میخونن و اصطلاحا هم یا پارافریز کردن یا بازنویسی کردن، با زبان خودشون بازنویسی میکنن و این مشکلی نداره. ما امروز سعی میکنیم بیشتر روی گسترش مقاله کار کنیم، چون حالا یک سری آشنایی های نیاز هست با زبانی که استفاده میشه برای ادیت کردن ویکی، یک سری آشنایی های نیاز هست برای حالا منابعی که چجوری از منابع داریم استفاده میکنیم توی ویکی‌پدیا. بعد از اون ما میریم سمت این که از انگلیسی ترجمه کنیم و بعد از اون که حالا شما میرسید به این که بتونید مقاله بکر فارسی رو از صفر شروع کنید و حالا بیاریدش بالا. امروز فکر نمی کنم این رو بهش برسیم چون قطعا سوالات زیاد خواهند بود، ولی چیزی هست که توی برنامه‌مون هستش. صدای من هست؟ بله بله صدای. دقت بکنید که حالا من حساب رو ساختم، اینجا پیغام اومده که پیام جدیدی دارید. از اینجا که بالای زنگوله شماره میاد یک، روش که کلیک بکنید شما میتونید به صفحه بحثتون برید و پیغام خوش آمد رو بگیرید.
بعد توی این صفحه خوش آمد یک سری راهنمایی های کلی انجام شده و شما اون چیزهایی رو که به صورت اولیه لازم دارید حتما اینجا هستش. دقت بکنید که حتما کیبورد فارسی استاندارد داشته باشید، چون اگر کیبورد فارسی استاندارد نداشته باشید به احتمال زیاد موقع سیو کردن و نوشتن سیستم شما گیر میده و نمیگذاره که درست سیو بکنید. این هم به خاطر این هستش که متاسفانه هنوز هم یه دست کاربرا، مخصوصا کاربرا که با موبایل ویدایش میکنن و اینا، سیستم عامل قدیمی از کیبورد عربی استفاده میکنند. اگر مشکل داشتید فکر میکنم با این شورتکات میتونید به اون صفحه برسید. فقط دقت کنید وب مخفف ویکی‌پدیا است و تو ویکی‌پدیا به عنوان یکی از ابزارهای رسیدن به جای مختلف استفاده میشه. فقط کافیه شما این رو تایپ بکنید توی سرچ باکس ویکی‌پدیا و این به جای اینکه شما این آدرس کامل و طولانی رو بزنید که ویکی‌پدیا خط فارسی را پاس بدانیم، با تایپ کردن وب 2.خف که میبینید که اینجا نوشته که میامورش چی است، احتمالاً مخفف خط فارسی هست، میتونید به این صفحه برسید. اگر سیستم عامل ویندوز استفاده میکنید بلافاصله این فایل رو اینجا بگیرید، فایل استاندارد هست، اون رو نصب میکنید. برای سیستم عامل های مختلف هم این راهنمایی اینجا انجام شده. بنابراین این رو دقت بکنید که بعد از ساختن حساب حتما از کیبورد فارسی استاندارد استفاده بکنید که بتونید مقالتون رو سیو بکنید. خب تا اینجا سوالی هست؟ یه نکته من بگم، توی ویندوز 10 و مک و اکثر حالا توزیع‌های لینوکسی که استفاده میشه کیبورد فارسی دیفالت استاندارد هست و تشخیصش هم اینه که دکمه M شما پی رو تایپ میکنه تو زبان فارسی، این رو میتونید معیار تشخیص قرار بدید. آقای کیانی پرسیدن که کپی رایت وقتی داریم منبع رو ذکر میکنیم چه مشکلی داره؟ شما اگه توی پایین صفحه توی همه مقالات و صفحات ویکی‌پدیا نگاه کنید نوشته که محتوای این صفحه تحت فلان مجوز در دسترسه، این مجوز چی میگه؟ میگه که یک لایسنس کپی‌رایت خاصی رو روش قرار میده، میگه این مطلب میتونه کپی بشه، میتونه تغییر پیدا کنه، میتونه توی کتاب‌های دیگه استفاده بشه و این موضوع باعث میشه که یه جورایی کپی رایت تمام مطالبی که توی ویکی‌پدیا قرار میگیره آزاد باشه. وقتی شما از سایتی که خب کپی رایت داره میایید و مطلب رو قرار میدید توی ویکی‌پدیا و ویکی‌پدیا هم راهی نداره برای اینکه مشخص کنه که شما مستقیما این اجازه رو از اون وبسایت دارید، پیشنهاد این شده که برای حالا سریع‌تر به نتیجه رسیدن خودتون حتی شروع کنید به بازنویسی، شروع کنید به بازنویسی اون مطلب و خود اون مطلب رو کپی کنید. متین عزیز گفتن که ویندوز من 10 هست اما کلید ام پی رو تایپ نمی کنه. ویندوز آره کیبورد غیر استاندارد قدیمی رو هم داره اما از طریق حالا این مطلبی که محسن معرفی کرد شما میتونید وارد ویندوزتون بشید و تنظیماتش رو تغییر بدید برای این موضوع. اگه سوال دیگه ای هست در خدمتتون هستم و من لینکش رو میذارم اینجا. همه دوستان یه حساب ساختن دیگه، چون ببینید این کار انجام بدید که اگر مشکلی بود اینجا با هم دیگه بتونیم این کار رو انجام بدیم و مسئله رو حل بکنیم. خب یک لحظه حرفی که میخواستم بزنم یادم رفت. علیرضا لطفاً اون مقاله انگلیسی که میخواستیم فارسی انجامش بدیم رو میگی که چی بود یا نه؟ مقاله فلج تحلیلی بود اگه اشتباه نکنم. این هم مقاله خب فلج تحلیلی فارسیش منش نمیدونم درست چیه. کسی محسن فلج تحلیلی ترجمه اوورثینکه، اگه یه نگاه به قضیه چیزش بندازی، قضیه انگلیسیش بندازی، اوورثینک توی فارسی این فلج تحلیلی ترجمه شده و اصلا هیچ منبع درست حسابی تو فارسی نداره. حالا اگر میخواید یه چیزی باشه که تو فارسی هم پیدا بکنید از دوستان بپرسید که حالا یه... یا میخوای برو همون چیزی که گفتی توی یک مسابقه در حال برگزاری ترجمه است بخوای از اون انتخاب کن. نه آخه نکته که وجود داره الان فلج تحلیلی الان دیدم analysis paralysis، یعنی اون overthinking رو اسم علمیشو ترجمه کردن دیگه. بعد آره اینا میشه کامل کرد و اینا. بعد
آره این هم فکر بدی نیست. چرا این کار انجام بدیم؟ همین فلج تحلیلی رو انجام بدیم. بیایم اینجا که دوستان میبینن. من فقط فلج تحلیلی رو سرچ بکنید میتونید به این صفحه برسید. یه راه دیگه هم اینه که اوورثینکینگ رو انگلیسیش رو سرچ بکنید. میرید توی ویکی انگلیسی بذارم کارو بکنم. چرا اینا ببینید که چه جوری من میشه به اینجا رسید. الان گفتش که اوورثینک، من فقط این رو شنیدم که اوورثینک ویکی‌پدیا، اینو سرچ می‌کنم میاد میرسه به اینجا. این دیسامبیگیشن صفحه اپام زدایی که حالا بعداً به اونجا خواهیم رسید. میام میرسیم اینجا. اگر دقت بکنید در تمام صفحات ویکی‌پدیا قسمت سمت چپ پایین قسمتی هست به اسم زبان‌ها. این رو اینجا باید ببینید. بر اساس زبان پیش‌فرض خودتون که من الان تو فارسی مقاله رو ساختم، این فارسی میاد بالا. اگر نبود شما باید اینجا روی مور کلیک بکنید تا اون زبان مورد علاقتون رو ببینید. اگر اینجا فارسی نبود یعنی اون مقاله به زبان فارسی مقاله نداره و شما میتونید اون مقاله رو ایجاد بکنید. حالا من اگر روی فارسی کلیک بکنم میاد میرسه به فلج تحلیلی. سوالی هست اینجا؟ خب حالا میخوام یه پاراگرافی رو از این استفاده کنیم از ویکی انگلیسی و اون رو ترجمه کنیم به فارسی اگر داشته باشه. خب من این اتیکش رو میارم پاراگراف اولش رو سفرشون ببینید. این رو کپی میکنم اینجا که با همدیگه دوستان با همدیگه ترجمهش بکنیم. الان توی قسمت چت من این رو گذاشتم. اگر یک از بچه زحمت بکشه یه تیکش رو انجام بده خیلی خوب میشه چون اون تیکه اولش انجام شده. حالا اصلا فرض میکنیم که شما ترجمهش انجام دادید. این آزمایشیه. خب ویرایش متنی. من اولین چیزی که اینجا میبینم یک جمله نقطه نداره. اصلا فلج تحلیلی اینجا نقطه نداره در انتهاش. در صورتی که تمام جملات ما باید با نقطه تموم بشن. روی قسمت ویرایش کلیک میکنم. چرا با نام کاربری وارد نشد؟ حالا من با اون یکی نام کاربری وارد میشم. روی ویرایش کلیک میکنیم. اینجا نقطه رو میگذاریم. انتشار تغییرات. بعد میگیم این ویرایش جزئیه چون فقط یه نقطه اضافه کردن. اضافه کردن نقطه. اگر این رو انتشار بزنم این نهایتا سیف میشه و این اینجا ایجاد میشه. الان دوستان این فلج تحلیل رو تست بکنن، این ویرایش رو منو ببینن. احتمالاً آخرین ویرایش رو هم برن ببینن از قسمت نمایش تاریخچه میتونن ببینن که یک مرغ این کار رو انجام داده. این حساب کاربری بود که من قبلا ساخته بودم. الان دوستان بیان رو صفحه فلج تحلیلی لطفاً همشون که میخوایم با هم دیگه کدوم یه ویرایشی بکنیم. بله آیا کیانی عدم رعایت نکات ویرایشی هم میتونه دلیلی بر منتشر نشدن صفحه باشه؟ یعنی از این جهتش که شما یک سری نکات ویرایشی حتما باید رعایت بکنید. برای مثال اگه شما با یه عربی بخواید سفر ذخیره بکنید اتفاق میفته. خب الان یه دونه غلط املایی دوستان دیدن. کجاش؟ آره بیش از حد نیاز داردن. خب خانم گله داری شما آفرین نفر بیاید اینو تصحیح کنید. اگر حساب ساختید بیاید برید روی ویرایش این کار انجام بدید. به کمک هم دیگه اگه به مشکل خوردید انجام بدیم. سایر دوستانم هر کدوم سریعتر بود میتونه این کار انجام بده. اگر دقت کنن اینجا این لغت ایراد داره. اینو میخوایم درست بکنیم به دارند. حالا تا بفرمایید. آره حالا تا اون دوستون پیدا میکنه دقت بکنید که تمام مقالات ویکی‌پدیا یک صفحه دارن کنارشون به اسم نمایش تاریخچه که اگر شما روی اون کلیک بکنید آفرین متین. آفرین متین. متین ببینید 11 مارس 2021 ساعت 18:22 به وقت گرینویچ. آفرین. این کار انجام داد. و اگر اینجا نگاه کنیم میبینیم که دارن رو درست کرده. حالا دیدید که ساعت ما چی بود؟ این ساعت گرینویچ دیگه، ساعت جی ام تی. ما نمیخوایم ساعت جی ام تی باشه. ما میخوایم که ساعت ایران باشه. شما میاد این بالا ترجیحات. ترجیحات ترجمه پرفرنسز است. شما اگر زبانتون انگلیسی باشه بالا می پرفرنسز، توی فارسی میبینید ترجیحات من. اینجا قسمت این چیزش کجا بود؟ خیلی وقتی که ساعت رو عوض نکردم ولی باید یه جای اینجا باشه که بشه این رو انجام داد. انجام نیست. تا محسن جان پیدا کنه که فکر کنم اولی بود.
آره اینجا من جواب آقای عباس زاده رو بدم. پرسیدن که لحن عامیانه مشکل نداره و چرا ویکی‌پدیا، حالا شما میتونید چند تا از مقالاتش رو بخونید، مقاله ایران اگه اشتباه نکنم برگزیده بود میتونید بخونیدش، یه سری مقالاتی هست که حالا تو صفحه اصلی هم میاد، یک لحن نیمه رسمی هست که سعی شده حالا استانداردها توش رعایت بشه، نمیدونم میباشدی که گفته شده توی فارسی اشتباه هست به کار نره توش حتی، و خب این توی مقالات مهمه، توی بحث‌ها و تعاملاتون با سایر کاربران این موضوع اهمیتی نداره و توی تعاملات توی صفحه‌های بحث‌ها میتونید استفاده بکنید. آقای آقابهگی پرسیدن که نام کاربری قابلیت تغییر نداره، چرا قابلیت تغییر داره؟ فکر می‌کنم حالا لینکش رو داشته باشم براتون یه خصوصیه توی چت عمومی ارسال می‌کنم. خب محسن جان بک به شما. آره بسیار آقا سعید پولر، ایشون هم تونست یه تغییر دومی ایجاد بکنه بسیار عالی. حالا میبینید که بعد از اینکه تاریخ رو عوض کردن شد تاریخ 21 آذر 5781، این احتمال تاریخ به وقت زنجان، چون زنجان میدونیم که قدیمی ترین تاریخ داره تو جهان، ولی احتمالا اینجا تاریخش رو باید انجام بدیم به وقت تهران. به نظر من باید زبان زنجانی هم به زبان‌های ویکی‌پدیا اضافه آره کنیم. آره واقعا این باید عوض بشه که این چه معنی داره که آره این باید به شکل 21 اسفند 99 به این شکل نشون بده. این بالاخره ما تقویم تاریخ زنجانی بوده، سال زنجان سال 5781 و جزء قدیمی‌ترین تمدن‌های بشریه. خب حالا می‌رسیم روی این فلج تحلیلی، میام که روی این نمایش تاریخ کلیک بکنید می‌بینیم که 21 اسفند 99 ساعت 21:54 داره به وقت تهران آقای سعید پولر این ویرایش انجام داده. من سایر دوستانی هم که توی اینجا هستن خواهش می‌کنم که این سفر ویرایش بکنن، حتی اگر ویرایشش غلط باشه یه چیز یه خطی رو یه جمله اضافه کنن از اون متن انگلیسی که نوشتیم، می‌خوام ببینیم که کنار هم دیگه چیکار می‌تونیم انجام بدیم. برای مثال من اینا هم اضافه ویرایش متن ویرایش عادی فلج تحلیلی بسیار خطرناک است. درست الان این رو انتشار بزنم باید بگم که این ویرایش من کوچیکه یا بزرگه، که الان ویرایش بازم نسبتاً جزئی بود اضافه کردن مطلب. این خلاصه ویرایش اجباری نیست ولی معمولا کاربرای قدیمی خوب انجام میدن به خاطر اینکه به سایر کاربرا کمک میکنه که این مطلب رو بفهمن. حالا من اینو انتشار میدم از یه دوست دیگه، یعنی غیر از آقای سعید پولر و متین جان که ویرایش کردن، ازشون خواهش میکنم که برن این رو ویرایش فلج جام نشن فلا این رو ویرایش بکنن و این تیکر حذف بکنن ببینم که کی میتونه اینو سریع انجام بده. الان ببینید آخرین ویرایش بنده انجام دادم 21:39 ساعت. محسن جان تعارض نخوره این همه با هم ویرایش میکنیم. نه توی یه نسخه ویرایشگر دیداری این تعارضات خیلی کمتر اتفاق میفته. حالا که دوستان ببینم که کی میتونه زودتر انجام بده دیگه، بالاخره یکش زودتر از بقیه میتونه انجام بده، واسه بقیه باید یه کار دیگه انجام بده. بستگی به نوع تعارض اشتراکی نیکومندش میام که حالا اون بعدا میرسیم اونجا، فقط ببینم که کی میتونه زودتر از بقیه این کار رو انجام بده. احسن پرستوگی و عباس‌زاده سیویل اینا انجام دادن برای تست رویداد. احسن ایشون یه خط اضافه داد، یکیشون یه خط کم کرد. خیلی عالی، آفرین شما دوستان عزیز. حالا یه چیز دیگه قابلیت دیگه هم از ویکی‌پدیا یاد بگیریم الان که غیر از ویرایش کردن. الان من این دو تا ویرایش رو دیدم احساس کردم که این ویرایش درست نیستن، باید ویکی‌پدیا برگرده به اون نسخه قبلی که درست تر بود، چون این ویرایشی که انجام دادن خرابه. حالا یه دو حالت میشه این کار رو انجام، یکی اینکه میتونیم بریم تو صفحه ویرایش و اون تیکر رو حذف بکنیم، یعنی که بیایم رو نمایش تاریخچه بریم روی اون نسخه درست. الان فرض می‌کنیم این نسخه مرغ من این نسخه درسته، برمیگردیم اینجا میگه که این یه نسخه قدیمیه که در تاریخ فلان ساعت فلان توسط فلانی ویرایش شده و با نسخه الانی متفاوته، میخوای برگردونی به این نسخه؟ شما اگر ویرایش اینجا بزنی میتونی اینو برگردونی به این نسخه قبلی. الان دوباره برمیگردونه محسن عزیز آنم.
آقا محسن، یه خواهشی دارم. زمانی که روی منوها کلیک میکنی چند ثانیه موستت روی اون منو تکون بده. آره، چون ما باید چشممون ترک کن. بسیار. حالا من دوباره اون ویرایش قدیمی خودم که فلج رو غلط نوشته بودم شده فلح و فلح تحلیلی بسیار خطرناک است رو دارم، اون دوباره برگشت. حالا از سایر دوستانی که توی برنامه هستن خواهش میکنم ویرایش بکنن، دوباره اینو درست بکنن. به این تعالی دوستانی که تونستن درست انجام بدن، متین، سعید، پرستو، دای عباس‌زاده بودن. بقیه دوستانم ببینم که کی میتونه زودتر این کار انجام بده. خیلی کار ساده و راحتیه. اگر هم مشکل خوردید لطفاً از صفحه چت استفاده بکنید که با هم صحبت بکنید. اینجا هم میگم که استفاده از این ایموجی ها برای نام کاربری یه زمانی مجاز شده بود، یه مدت کوتاهی، الان دیگه مجاز نیست. کلاً ایده درخشانی نیستش که از ایموجی ها برای نام کاربری استفاده کرد. این هم یه برهه‌ای چون مجاز شده بود، من این کار انجام داده بودم ببینم که میشه یا نه، که میشد دیگه. بنابراین نام کاربری با ایموجی خیلی چیز خوبی نیست. خب آقای نیکومنش هم تونست ویرایش انجام بده. احسن. خب ایشون هم تونست اینو حذف بکنه. حالا دقت بکنید، دقت کنید، یه نکته رو میخوام بهتون بگم. اون دوستانی که اینجا میگن یه سری لینک صفحه‌شون اسمش قرمز داره، اسم سری دوستان آبیه. اون دوستانی که اسمشون آبی هست یعنی یک صفحه کاربری برای خودشون ساختن، و اونهایی که قرمز هست یعنی این که اون صفحه رو برای خودشون نساختن. الان ما آقای نیکومنش رو بریم ببینیم. آقای نیکومنش این صفحه رو برای خودش ساختن. دقت بکنید در ویکی‌پدیا کلاً لینک قرمز رنگ، خانم امینی هم تونست ویرایش بکنه، احسن. لینک قرمز رنگ یعنی اون لینک وجود نداره. لینک آبی رنگ یعنی اینکه اون مقاله وجود داره. برای مثال میخوام یه پروژه داریم الان در حالی که داریم کار انجام میدیم، پروژه رو ببینیم. این یه همایی هست که الان برگزار میشه که یک سری کاربر ویکی‌پدیا میشینن با هم دیگه سعی میکنن راجع به یک موضوعی موضوع مشخصی بنویسن. حالا تو این کار هدف ما چیه؟ تو این مسابقه و این جشنواره میایم لینک های قرمزی که راجع به آدم های خانم هست یعنی راجع به بانوان هست اونها رو تبدیل میکنیم به آبی، یعنی به جای اینکه مقاله تو ویکی‌پدیا نداشته باشن حالا سعی میکنیم که تو ویکی‌پدیا مقاله داشته باشن. اگر دوستان علاقه مند بودن میتونن بیان اینجا ثبت نام بکنن، بعد اسمشون رو توی اینجا بنویسن که من میخوام تو مسابقه باشم، و تو جشنواره میتونن شرکت کنن که جوایز خوبی هم داره. اینجا جوایز رو میتونید ببینید، میتونید شرکت بکنید. هر کاربری هم که 10 تا مقاله خوب بنویسه، خوبم نه یعنی مقاله رو بتونه با این موضوع بانوان ایجاد بکنه، 50 گیگم اینترنت میگیره که خیلی میتونه کمک بکنه. اگر دنبال موضوع میگشتید اینکه مقالات راجع به چی باشن، اینجا میتونید فهرست مقالات پیشنهادی رو بیاید نگاه کنید که تم‌های مختلفی داره راجع به زنان در حوزه‌های مختلف. این مسئله وجود داره که میتونید انتخاب بکنید و اون رو انجام بدید. خب این دقت بکنید، من آدرس این رو میذارم توی صفحه چت که اگه دوستانی علاقمند بودن اینجا باش. بسیار داری. حالا میخواییم برگردیم که آقا من داشتم مقاله فلج رو چیز میکردم، ویرایش میکردم، میخوام اون رو دوباره پیدا بکنم. اگر روی مشارکت های خودتون این بالا یعنی این منوی سمت چپ کلیک بکنید، مشارکت های خودتون رو میتونید ببینید که آخرین مقالتون فلج تحلیلی بوده، روش کلیک میکنید. نکته آموزشی دیگه اینجا یه ستاره رنگی میبینید، اگر روی این کلیک بکنید این رنگش عوض میشه و آبی میشه. این چه یعنی چی؟ این مقاله توی واچ لیست شما اضافه میشه، یعنی اگر از امروز تا ابد هر کس ویرایش روی اون مقاله انجام بده تو کجا میتونید اون رو ببینید؟ توی فهرست پیگیری هاتون. یعنی اگر روی اینجا کلیک بکنید شما میگید که این مقاله رو توی واچ لیست من بگذار و اگر کسی اون رو ویرایش کرد به من نشون بده. حالا همونطور که میبینید
این الان توی واچ لیست من این مقاله فرج تحلیلی هست که میبینم که خانم الهه سنوبری هم ویرایش کرده. خانم سنوبری آفرین دستون داد نکنه. خب تا حالا این لحظه حسام هم تونست، خانم امینی هم تونست، تا حالا 6 نفر از دوستان، 7 نفر از دوستان تونستن که ویرایش بکنن. از 40 نفر با توجه به این که تعداد دوستانی که هستن زیاده، من خواهش میکنم که سعی بکنید که حداقل یه ویرایش کوچیک در حد اضافه کردن یک کلمه یا کم کردن یک کلمه انجام بدید که آموزش اولیه رو داشته باشیم که تو جلسات بعدی که میخواد درسامون سنگین‌تر بشه و احتمالاً یه سری کارهای سخت‌تری رو انجام بدیم با هم بتونیم بررسی کنیم. ببینید خانم گره داری ویرایش هست، هیچ فیلتری نمیگذره. شما میبینید که همون لحظه که ویرایش میکنید لایف هست، یعنی بلافاصله همه اون رو میبینن. بنابراین از هیچ فیلتری نمیگذره و هر کسی میتونه ویرایش بکنه و ویرایش بقیه رو هم ببینه. اما نکته که وجود داره، چون تعداد کاربر ویکی‌پدیا زیاده، معمولا اگر خرابکاری اتفاق بیفته یا ویرایش نادرستی اتفاق بیفته، احتمالاً اون مقاله توی فهرست پیگیری های کسی دیگه هست یا سایرین از سایر روش ها میتونن این رو پیگیری بکنن و بتونن اون ایراد و مشکل رو برطرف بکنن. بعد جواب سوالتون رو گرفتید خانم گلداری یا نه؟ بسیار عالی. سایر دوستانی هم که ویرایش میکنن لطفا این کار انجام بدن ببینیم که دیگه کسی از دوستان انجام داد یا نه. بله مبلمان حسینی. آیا مبلمان حسینی این نام کاربری، نام کاربری خوبی نیست. چرا؟ چون تو ویکی‌پدیا نام‌های کاربری که اشاره به یک بنگاه تجاری یا سازمان تجاری دارن جلو ویرایش ازشون گرفته میشه، چون احتمال داره که اون حساب تبلیغاتی باشه. آی خیر اللهی دست شما هم درد نکنه، شدیم 9 نفر، بسیار عالی. آره اوکی، اون رو میگم. اون تعداد بایتی که به صفحه اضافه شده یا کم شده دیگه، اگر میبینید میگه که ایشون 343 بایت به صفحه اضافه کردن یا 343 بایت مثلا صفحه کم کردن، به تعداد حرفی که اضافه میشه این رو حساب کتاب میکنه. آره آیا پاستاده خیلی راحته. برای اینکه الان من مال صفحه که دوستان رو آبی میکنم که ببینید، خانم امینی اینجوری است. معمولا هر کسی خود کاربر باید این کار رو انجام بده ها، حالا من استثنا برای ایشون انجام میدم که شما ببینید. خب دقت کنید ببینید اسم خانم مرجان امینی آقا محسن. من شرمندتونم وسط صحبتتون. ما اسکرین شیر حدودا 3 ثانیه دیلی داره و بعد یه سری از پیکسلارم میخوره. خب یعنی ما یه سری از وسط یه نیم ثانیه های این وسط نداریم. زمان هایی که داری صحبت میکنی هیچ مشکلی نداره، ولی زمانی که یه اکتی انجام میدی، مثلا ما کلیک رو اسم خانم امینی رو ندیدیم، میدونی یه چند ثانیه این مکس کن، موسه رو جور اون لینک تکون بده که ببینیم، بعد کلیک کن لطفا. باشه حتما. سایر دوستان هم این مشکل رو دارن، چون همین یک مربوط به اینترنت، مربوط به لحظه نگاره. اوکی بسیار عالی. بله بله بسیار عالی. متوجه شدم. خب حالا برمیگرد. حالا میبینید که اینجا نام خانم مرجان امینی قرمز رنگه. روش کلیک میکنیم. 1 2 3 الان میایم اینجا. یه سفر میخوایم ایجاد بکنیم. بگیم که من مرجان امینی هستم و ویکی‌پدیا را دوست دارم. انشالله که اینطوری هست. حالا اگر این سفر رو انتشار انجام بدین، اون صفحه آبی میشه. خب این چرا جلی منو گرفته؟ این ابزار میگه که شما رفتی صفحه یک کاربر دیگر رو ویرایش بکنید، که درست میگه. من با صفحه خودم رو باید ویرایش بکنم که این اتفاق بیفته. خانم امینه اگر خودتون هستین، برید صفحه کاربری خودتون رو ویرایش بکنید و این رو بهش اضافه بکنید. محسن جان دوباره تلاش کن. نه گفتم که خودشون باید انجام بدین، از اون پالایی هستی که جلوی ویرایش می. خانم امینه میتونی انجام بدین خودتون یا من رو صفحه خودم؟ خانم مرجان امینی به بخش پاسخگویی من کلان یه توضیح بدم. محسنم گفت هر جا لینک قرمز دیدید
یعنی لینک به یک صفحه‌ای داخل ویکی‌پدیا رفته که وجود نداره. اگه روش کلیک بکنید و ایجاد صفحه رو بزنید و بتونید صفحه رو ایجاد بکنید، آبی میشه. اگر نام کاربری شما قرمزه، یعنی روش که کلیک میکنید به یک صفحه میره که وجود نداره، خب این صفحه رو بسازید. صفحه کاربری شما در حقیقت صفحه پروفایل شما توی ویکی‌پدیا است، با این تفاوت که شما در پلتفرم های دیگه صفحه کاربریتون داره به صورت اتوماتیک توسط اطلاعات کاربریتون تکمیل میشه. شما توی اینستاگرام وقتی وارد صفحه کاربریتون میشید، بایوتون و یوزرنیمتون و ایناتون رو نوشته، ولی توی ویکی‌پدیا خودتون باید اون متن خالی رو پر بکنید. اوکی؟ به خاطر همین روی اسم قرمز خودتون کلیک بکنید، ایجاد صفحه رو بزنید، یک متنی در توضیح خودتون اون چیزی که دوست دارید بقیه کاربرها بدونن. بعضیا دوست دارن اسم و فامیلشون رو بقیه بدونن، رسمشون رو بدونن، تجربه هاشون رو بدونن. بعضیا هم دوست دارن نه، خیلی به اطلاعات واقعیشون اشاره نکنن، فقط سابقه شون رو بگن، علاقمندی هاشون رو بگن. وجود این صفحه باعث میشه که لینک شما دیگه قرمز نباشه. اگر من فکر کنم بریم سراغ ادیت خوب میشه محسن جان. آره، حالا میبینیم که خانم امینی صفحه رو ساخته که حالا گوش کلیک کنید دیگه اون توضیحاتی که ایشون میخواستن هست و انجام شده. دستون درد نکنه، اجازه بدید که لینک قرمز رنگی تبدیل به لینک آبی شد. خب آقای کوروش هم تونست ویرایشش رو انجام بده. خب حالا یه سوال داشتم جانم، بپرسید. حالا من چند سری با اکانت‌های مختلف تست کرده بودم، الان هم دوباره به همین مشکل خوردم که خواستم پروفایل رو ویرایش کنم به مطلب بذارم، این اختیار میادش که این ویرایش توسط پالای خرابکاری به صورت خودکار به عنوان ویرایش غیر اصولی تشخیص داده شده، در صورتی که هیچ کار خاصی انجام ندادم و فقط پروفایل خودم رو ادیت زدم. نه، میتونی متنش رو بگی بذاری ببینیم که چرا اون ایرادو میگینه؟ احتمال داره از اون متنش یه چیزی باشه که نباید باشه. نوشتم متین بیگیری تو سردرنده پورتپرس و علاقمند شرکت در کامیونیتی عامل منفعه علال خصوص پورتپرس و ویکی‌پدیا. نه این مشکل نداره، این باید انجام بشه. تا شما الان چیز میکنی محمد حسین میتونه ببینه که چرا کدوم پالایه رو داره تریگر میکنه. محمد حسین نگاه میکنی شما؟ آره من بررسی میکنم، نام کاربری همینه که ویرایش کردی باشه. متین بیگی در رو بله، متن رو خب بریم سراغ ویرایش کردن. یه چیز دیگه کلی رو ببینیم. متن جان داره چیز مازه نگاه میکنه دیگه، الان تا وقتی که جوابش پیدا کنه میاد بهت میگه که کجاش ایرادی گرفته. و اینجا میبینیم که تونستیم بس ویرایش رو انجام بدیم، چیز خیلی ساده رو انجام بدیم و اون رو بنویسیم. حالا این ابزار ویرایش که روش کلیک میکنیم به ما یک ادیتوری میده که این ادیتور قابلیت‌های مختلفی داره، به شما کمک میکنه که مسائل مختلفی رو به کمک اون انجام بدید. مثل خیلی از ادیتوراست شما میتونید با انتر برید خط بعدی. حالا اینا هر کدوم یه قابلیتی رو ایجاد میکنه. مثلا الان اینجا میبینید که این فلج تحلیلی بولده. الان میخوایم بنویسیم بیماری خطرناک. اگر این رو انتخاب بکنیم از این قسمت ضخیم میشه بولد کنج و یه سری چیزهای دیگه هم اضافه داره که اینا رو میتونیم انجام بدیم که اون اتفاق بیفته. این رو هم که میبینید علامت این شکلی هم به خاطر سیستم عامل منه که اینا رو این شکل نشون میده. شما هم با توجه به سیستم عاملتون احتمالاً مدل خودشون نشون میده، یعنی به شما این ابزار رو اجازه میده که این رو بولد بکنید یا نکنید. دقت کنید که ما فقط معمولا شروع مقالات که یک چیزی خیلی مهمی اسمش هست از بولد استفاده میکنیم. توی متن قوانین خاص خودش داره، معمولا سعی کنید که از بولد استفاده نکنید. اما چیز بعدی که به درد میخوره پیونده. حالا میخوایم این بیماری خطرناک رو پیوند بدیم به یک مقاله درون ویکی‌پدیایی به اسم بیماری. اینجا سرچ میکنیم بیماری. حالا فهرست انواع مختلف بیماری‌هایی که تو ویکی‌پدیا صفحه دارن، یعنی اوردی تو ویکی‌پدیا مقاله دارن میاد. حالا من فرض میکنم که میخوام به بیماری کرونا ویروس 2019 پیوند بدم. اگر این کلیک بکنم این لینک آبی میشه و
ایجاد به پیوند میشه. دقت کرده باشید احتمالاً توی ورد و آفیس و خیلی جای دیگه وقتی میخوایم پیوند ایجاد کنیم، کنترل کار رو که میزنیم به شما صفحه ایجاد پیوند میده، این هم همون کارو میکنه. اما اگر این رو به یک مقاله ای که ویکی‌پدیا اوردی صفحه داره پیوند بدید، آبی میشه. و اگر به یک مقاله پیوند بدید که نباشه، اون قرمز میشه. اینجا دوستان متوجه شدن همه؟ تا کسی سوالی داره؟ آها، ببین با چه استراتژی باید همه مرتبط باشه دیگه. برای مثال شما فرض میکنید که راجع به مثلا میخوایم بنویسیم که ویروس کرونا در جهان عالمگیر شده است. حالا اینجا میتونیم به خود ویروس کرونا پیوند بدیم یا به ویروس پیوند بدیم و کرونا رو جدا پیوند بدیم. حالا من فرض میکنم که میخوایم به ویروس کرونا پیوند بدیم. اینجا که کلیک میکنیم خودش میاد انواع پیوندها رو که مربوط به کرونا هست و هر دوتا رو داره رو به شما نشون میده. دقت کنید یک مقداری با این کار بکنید قلقش میاد دستتون که بر چه اساسی اینا باید مرتبط بشن. معمولاً سوال این سوال از خودتون باید بپرسید، تو این متنی که می‌نویسم، تو این جمله‌ای که می‌نویسم، کدوم‌ها ممکنه بقیه واسهشون سوال بشه که اینها چیه؟ آیا واسه جهان ممکنه واسه طرف سوال بشه؟ عالمگیر ممکنه بشه؟ نه. اما ویروس کرونا ممکنه واسه یه نفر یه چیزی باشه که بخواد راجبش بیشتر بدونه. بنابراین اون لینک رو انتخاب می‌کنیم و این میشه پیوند ما به بیرون. حالا اگر اینو میگم پیوند بدیم به یه صفحه‌ای که وجود نداره، ببینید که الان من به صفحه هم نمادین تارانتاش خواستم پیوند بدم، این لینک قرمز میشه. یعنی چی؟ یعنی این ویکی‌پدیا راجع به این صفحه نداره ولی شما بهش پیوند دادید. بنابراین پیوند به لینک آبی به صفحه که وجود داره میشه لینک آبی، پیوند به صفحه که وجود نداره میشه صفحه قرمز. پس این کار رو از این طریق انجام میدید. حالا پیوند بیرون چیه؟ اگر شما خواستید به یک سایت بیرون ویکی‌پدیا پیوند بدید، باید از این استفاده کنید. در استفاده از این دقت بکنید که خیلی موارد خاصی باید از این استفاده بشه که ما فعلا کاری نداریم و میریم سراغ مبحث بعدی. تا اینجا کسی از دوستان سوالی داره یا نه؟ آها، آقا بگی میپرسه برای چی باید به صفحه ای که وجود خارجی پیوند بدیم؟ بعضی از مقالات صفحاتی هستن که شما الان مقالهشو مینویسید ولی میخواید بعداً راجع به اون موضوع هم مقاله بنویسید. یک، دومندش ویکی‌پدیا که یک موجودی نیست که 100% تکمیل باشه. ممکن راجع به خیلی از موضوعات مقاله نداشته باشه. شما اون لینک رو قرمز می‌کنی به امیدی که خودتون یا یک کاربر دیگه وقتی که وارد اون صفحه شد و اون لینک قرمز رو دید، اون رو تصمیم بگیره به آبی بکنه. همون تلاشی که ما الان داریم تو این حمایه زنان بانوان سرخپوش انجام میدیم. ما می‌دونیم که تعداد زیادی از بانوان وجود دارن که مقاله ندارن. حدود 20% مقالات ویکی‌پدیا راجع به بانوانه و این باید درست بشه. حالا شما تصمیم می‌گیری که این کار انجام بدی و بنویسی. درسته؟ کسی سوالی داره؟ خانم گلداری پرسیدن با چه استراتژی باید کلمات رو برای پیوند دادن انتخاب کنیم. این سوال و یک سری سوالات دیگه از جمله اینکه چه کلماتی رو باید انتخاب کنیم، چه افعالی رو به کار ببریم، چه افعالی رو به کار نبریم، علامت‌های نگارشی رو چجوری بذاریم، همه اینها رو ما توی صفحه به نام حالا اگه شما سرچ کنید وب شیوه نامه اینو براتون میاره و کل مقالاتی که توی ویکی‌پدیا هستن، خصوصا مقالاتی که به مرحله خوب شدن یا برگزیده شدن رسیدن، اینا بر اساس این شیوه نامه کار میکنن و اکثر اصولش رو با وجود اینکه خیلی از افرادی که امروز در خدمتشون هستیم تازه شروع به کار کردن، خیلی از اصولش اصول نگارشی ساده ای هست، استفاده از اسب به جای میباشد، استفاده از نمیدونم کاراکترهای فارسی به جای کاراکترهای عربی. این رو میتونید بخونید برای اینکه حالا ویرایش های درست تری داشته باشید. برای واژه هایی که ببخشید آقای خیرالدایی پرسیدن برای واژه هایی که معادل مرسوم فارسی ندارند چیکار باید بکنید؟ ویکی‌پدیا یک داستانی داره که برای هر مشکلی که شما فکر کنید یک صفحه هست. اگه اشتباه نکنم ما یک صفحه وب رایج داریم. محسن جان اگه لطف کنی یا نه. مثلا نمیدونم یک کلمه ای هست که توی فارسی انگلیسی رواج داره، معادل مرسوم فارسی نداره و حالا واژه مصوب فرهنگستانش هم یا نداره یا اگه داره به قولی استفاده مرسوم نداره.
اینجا میاد توضیح دادن که شما میتونید از همون واژه استفاده کنید. مثلا ما توی ویکی‌پدیا الزامی نداریم اگه شما میتونید کامپیوتر رو به کار ببرید بیاید از واژه رایانه استفاده کنید، اگه نمیدونم تبلت رایجه نیاد از واژه دیگه استفاده کنید و این موضوع هم هست. سوال دیگه اگه باشه من پاسخوی شما هستم، یعنی که محسن جان پاس به شما. حالا اگر در جایی هم به یه لغتی رسیدید که نمیدونستید که مدل فارسی اون چی میشه، ما یه صفحه دیگه داریم برای این جور مسائل، ویکی‌پدیا زبانشناسی و ترجمه، که با این میانبرها وپ دو نقطه زوت و اینها میتونید به این صفحه برسید. اینجا میاد میگه آقا من میخوام راجع به این مقاله بنویسم، به این لغت ها رسیدم ولی نمیدونم که فارسی اینها چی میشه. اگه کسی مثلا میدونه بیاد بگه. الان مثلا گسلایتینگ لغتی که توی بحث‌های انگلیسی و اینترنتی خیلی مرسومه ولی معادل فارسی نداره. گسلایتینگ وقتی که یه اتفاقی، یک مثلا بحث اینترنتی اتفاق میفته، یه عده به جای اینکه کمک بکنن که مسئله حل بشه، با ریختن مثلا گازوئیل روی اون به اون آتش در آتش اون میدمن و سعی میکنن که اون آتش و جنگی که به وجود اومده بیشتر بشه و اون بحث حرارت بیشتر پیدا کنه. ببین میگن گسلایتینگ. و من یکی از بچه‌ها که میخواد مقاله بنویسه میگه که من میخوام بدونم که مثلا معادل گسلایتینگ چه چیزی میشه. حالا اگر کدوم از دوستان میدونه که گسلایتینگ معادل فارسی خوبه چیه، میتونه بره اینجا بنویسه و کمک بکنه که این اتفاق بیفته. اگه بالای صفحه رو شما بیارید یک سری لینک ها گذاشته اتفاقا برای توی همون وبسایت، یه سری لینک ها گذاشته اگه خواستید حالا واژه مصوبه فرهنگستانش رو پیدا کنید، اگه خواستید حالا مسائلی که حالا مربوط به زبان هست رو پیدا کنید میتونید استفاده کنید. و ابزاری که مستقل از ویکی‌پدیا، خود من به عنوان مترجمی که حالا یه وقتی مقاله رو ترجمه میکنم استفاده میکنم، خب اندازه کافی بزرگ هست که اینجا حالا اسمش برده بشه و تبلیغ نشه. واژه یاب رو میتونید استفاده کنید که حالا معادل های خیلی خوبی در اختیارتون میذاره. آقا بیگی پرسیدن که ابزار کوتاه‌سازی لینک های فارسی در اون ویکی‌پدیا وجود داره، چون یکی از مشکلات کیلومتری بودن لینک ها هستش. شما شیوه نامه رو اگه اشتباه نکنم بخونید، لینک های داخلی ویکی‌پدیا، داخل خود ویکی‌پدیا وقتی انجام میشه عنوان مقاله رو مینویسید، دقیقا خودش لینک میده به همونجا. برای خارج از ویکی‌پدیا هم ما www.wiki رو داریم. شما میتونید از هر ویکی‌پدیایی، از هر ویکی که زیر مجموعه بنیاد ویکی‌مدیا باشه، وارد این وبسایت بشید، لینکش رو کوتاه کنید و حالا شیر کنید. من برای مثال این مقاله فلج تحلیلی رو اگه اشتباه نکنم اینو من کوتاهش میکنم و حالا لینکش رو میذارم. محسن جان اگه میخوای شما انجام بدی. فکر میکنم که محسن رو از دست دادیم، علیرضا رو داریم همچنان یا من از دست رفتم؟ شما از دست رفتید. ما هیچ وقت من فکر میکنم شما خیلی وقت از دست رفتید آقا. ای بابا حیف شد. حالا منظور که اگه شما اون لینک رو کپی بکنید داخل این URL shortener میتونید که لینک کجا شده رو بگیرید. اما دیگه باید تو ویکی‌پدیا باشید، یه خورده کم کم عادت میکنید به لینک‌های طولانی دیگه، مخصوصا زبان فارسی، به خاطر اینکه از نوع تبدیل درصدی استفاده میکنه. اگه میبینید که اینا همشون درصدی هستن یک مقدار طولانی هستش. حالا به امید خدا که اینا هم در آینده درست خواهند شد. برادر سالک اگر مقاله چی بود اون که من معرف کردم، فلج تحلیلی، زیر 5000 کلمه امشب نشه من نمیذارم وبینار تموم شه. بسیار عالی. پس دوستان برای اینکه اگر میخوان که شب راحت بخوابن بیاین این رو 5000 تا انجام بدیم که بتونیم انجام بدیم. خب حالا همه دوستان تقریبا یه ویرایشی انجام دادن. ما الان با قواعد کلی ویرایش هم آشنا شدیم. شما میدونید که یعنی با ویرایش چه کارهایی رو میتونید انجام بدید. حالا من یه پیشنهادی که دارم و برای اینکه بتونیم به اهداف این جلسه برسیم، هر کسی اینو بذارم اینجا، این مقاله analysis paralysis رو بردارید، هر کسی یک تیکشو، یک خطشو، نمیخواد مثلا بیشتر باشه، انتخاب بکنه و توی قسمت چت بنویسه بگه من اینو ترجمه میکنم. ما هم کمک میکنیم تو ترجمه، حالا نه اینکه ما زبانمون خیلی خوبه ولی کمک میکنیم که
اون ترجمه انجام بشه. هر کسی یک خط از مقالات انتخاب بکنه میتونه از ابزارهای مترجم استفاده بکنه برای اینکه کمک بگیره. ما هم کمک میکنیم که این مقاله رو به کمک هم دیگه تکمیل‌تر بکنیم تا ببینیم که چطوری میشه. موافقین؟ محسن جان اسکرین شیر، اسکرین شیر توه یا مال مایکیه یو آر ال شورتینر؟ مال محسن. الان یو آر ال شورتینر قفلیم، الان اگر قفلی باید زحمت بکشی اسکرین شیر رو خاموش کنی دوباره روشن کنی. الان درست نشد؟ الان انالیسیس پارالیسیس رو میبینید یا نه؟ نه ما الان روی یو آر ال شورتینریم، زحمت بکش اسکرین شیر رو خاموش و روشن کن. درست شد دوستان؟ برای من هنوز لود نشده. بچه ها شما اسکرین شیر محسن رو میبینید؟ اگر میبینید تو چت عمومی بنویسید، اگر نمیبینید به ما اعلام کنید. نگران نباشید چون خودم هم نمیبینم، ولی علی‌القاعده بالا نمیشه که شیر شده. آه داره میاد، داره میاد آقا، شروع شد. خدا رو اینترنت ایران خوبیش اینه که صبوری رو به آدم یاد میده و انسان صبوری میشه. خب بسیار عالی. حالا رسیدیم اینجا. حالا هر کدوم از دوستان به انتخاب خودشون یک خطی رو که انتخاب بکنن ساده است و براش قابل درکه. محسن لینک قربونت، لینک مقاله انگلیسی رو بذار تو چت. چش من میذارم. مثلا اینجوری یه خط انتخاب بکنن که تکراری دوباره کاری نشه دیگه. الان لینک رو هم میذارم اینجا. آره. لینک کلیک بکنید، یک خط انتخاب بکنید. حالا میخوام یه ابزار خوب فارسی رو به دوستان معرفی بکنم که این واسه ترجمه خیلی کمک میکنه. هر جایی که به مشکل خوردید ما یه ابزاری داریم به اسم ترگمان، الان براتون لود میشه. ترگمان یکی از ابزارهای بسیار خوبی که در زبان فارسی توسعه پیدا کرده و کیفیت بسیار خوبی داره. اینم لینکش رو میذارم اینجا که اگر کسی خواست از ترگمان استفاده بکنه. نه مرتضی، از ترجمان از گوگل ترنسلیت بهتره. خیلی جالبه، معمولا من چیزی رو نمیگم که از گوگل ترنسلیت بهتره، ولی این ترجمان تازه این نسخه مجانیشه که از گوگل خیلی بهتره. نسخه پولی داره که اونی خیلی خیلی بهتره. حالا خواستی تست بکنید دیگه، یک جمله رو بده به گوگل ترنسلیت و یک جمله رو بده به ترجمان، ببینید که چطوری میشه. این چیزی هست که من چون دائما ازش استفاده میکنم و خیلی کاربردی هست، به خاطر توصیه میکنم. حالا اینو ما اینتگریت کردیم با ویکی‌پدیا ها، تو درس‌های بعدی، جلسات بعدی ان شاءالله که باشین، اونجا میبینید که مثلا این موتور ترجمان چقدر کمک میکنه که یه سری مقالات راحت‌تر هم ایجاد بکنه. من اینو یه توضیح دیگه بدم که بچه‌ها متوجهش بشن. ما توی این جلسه داریم میگیم خب برو توی گوگل ترنسلیت یا ترجمان ترجمه تو بکن، دستی بیار اینجا بنویسش. جلسات بعدی ما یه ابزاری رو داخل خود ویکی‌پدیا براتون فعال، یعنی یادتون میدیم که فعال بکنید، که موتور گوگل ترنسلیت، موتور یاندکس ترنسلیت یا ترجمان داخل خود محیط ویکی‌پدیا مقالات رو خیلی سریع براتون ترجمه میکنه. ولی ما چون میخوایم استپ به استپ متوجه این ابزار بشید، الان میریم دستی بیرون ترجمه میکنیم میاریم داخل. آره دقیقا. ممنونم دوستان دارتی که خودشون انتخاب میکنن، بسیار عالی. خب آقای جلیل گفتن که تایم جلسه بعدی از الان مشخصه یا نه، این موضوع رو هنوز حقیقتا هماهنگش انجام نشده، ولی سعی میکنیم که تایم جلسه بعدی رو بهتون اعلام کنیم با هشتگ ویکی‌پدیا با فاصله مجازی توی توییتر اعلام میشه. یه توضیح دیگه من بدم محسن عزیز، سایتی که توش ثبت نام کردید howtowiki.ir بود. این فقط این سایت امکاناتش این نیست که برای شما وبینار برگزار بکنه، بلکه این یک جامعه مجازی برای تعاملات شماست.
میتونید داخلش عضو بشید، میتونید توش سوال و جواب داشته باشید و میتونید با بقیه دوستانی که عضو هستن اونجا تعامل داشته باشید. من آدرس سایت رو الان توی چت دوباره میفرستم، howtowiki.ir. اگر ویدیو این وبینار رو میخواید باید توی اون سایت ثبت نام بکنید، اونجا بهتون اطلاع رسانی میشه و وبینارهای بعدی هم تو خود سایت howtowiki عضو بشید براتون اطلاع رسانی خواهد شد خیلی زودتر از بقیه جا. اگرم عضو نشدید هشتگ ویکی‌پدیا با نیم فاصله توی توییتر میتونید ترک بکنید. محسن شما ادامه بدید. آره ببینید، و تو اینا هیچ چیزی قطعی نیست که کی برگزار میشه، ولی از طریق این لینک ثبت نام کردید احتمالاً ایمیلاتون هست، به ایمیل دوباره فرستاده میشه، کمک بکنیم از همون جایی که الان خبردار شدید دوباره خبردار بشین، مثلا کنیم که یه خورده گسترده‌تر باشه جلسه بعدی که آدمای بیشتری باشن، بعد بتونیم پله پله با هم بریم جلو. بعد آخر اولای جلسه بعدی میرسیم که ویرایشگرا رو چجوری عوض بکنیم، ویرایشگرا با هم چه فرقی دارن و کدومشون بهتره. ویرایشگر دیداری ساده ترین و مرسوم ترین ویرایشگر الان ویکی‌پدیا است و خیلی از کارهای حرفه‌ای هم از اون استفاده میکنن، بنابراین سعی بکنید که به همین ویرایشگر دیداری عادت بکنید. جدا از پلتفرم گیلیم که مطرح شد، howtowiki.ir رو میتونید پیگیر بشید و برای کسانی که با ما بودن توی این جلسه ارسال خواهیم کرد، ویکی‌پدیا فارسی یک سری اکانت حالا غیر رسمی اجتماعی داره، دست بچه های خود ویکی‌پدیا است و لینکاش رو براتون قرار میدیم. الان اگه لطفاً لینک ها رو براتون بذارن، کانال تلگرام، سرور دیسکورد، از این طریق ها میتونید ما رو دنبال کنید و از وبینارهای بعدی با خبر باشید. آقای خیرالله میگه مال من دیداری نیست. اگر مال شما دیداری نیست بقیه دوستان خیلی توجه نکنن، بیاید روی ترجیحات سسانیه قسمت ویرایش، اینجا نوع ویرایشگرتون رو انتخاب بکنید که ویرایشگر دیداری رو به من در صورت امکان همیشه از ویرایشگر دیداری استفاده میکنن. و دوباره تکرار میکنم، ترجیحات، ویرایش، قسمت ویرایشگر، اینجا انتخاب بکنید که چه چیزی رو میخواید استفاده بکنید. اما برگردیم سراغ صفحه مقاله که دوستان دارن ویرایش میکنن. من به به چقدر بیان تکمیل‌تر شد، گسترش پیدا کرد، عالیه. الان میتونیم ببینیم که کی اضافه کرده. محسن این فهرست خودکاره ساخته میشه، نمیشه محتویات 1 2 3 4. آره آره، من یه 6 ماهی دلم میخواست یاد بگیرم اینو بسازم، اینو یه توضیح بده. آه. ببین این کافیه از یه تعدادی بیشتر این چیزو داشته باشه، مثلا اینا رو که بسازی، چند تا از اینا که بشه خودکار اون چیزی که شما میخواهی رو میسازه. این باید 2-3 تا باشه، اون به صورت خودکار تشخیص میده که این نیازمند اینه، فقط باید اون مساویه رو بیشتر بذاری. حالا میرسیم به اون دیگه، عنوان بخشا رو باید الان ساخت دیگه، نگاه کنن دوستان ساختن، اضافه شد. اینو میگه که درست باید. بله برادر، متوجه شدم، دمت گرم. درست اومدم بگم از دست رفتی. نه آقا، ما بقیه نفر جواب نمیده، اول باید اینترنت خودتو چک بکنی، بعد اینترنت بعد اونو چک بکنی، بعد اینترنت بقیه رو تا مطمئن بشی که دقیقا. آقا من امشب اگه این مقاله اوورثینک درست بشه و 4 تا آدم وقتی سرچ میکنن در مورد اوورثینک واقعا برسن به این، حالا خودم میرم یه ذره تکمیل ترش میکنم، یه دوتا دونه ریدایرکت هم میزنم که رو اوورثینک هم بیاد. من دیگه امشب بمیرم هم اشکال نداره دیگه، من دینم رو ادا کردم. آره نه، به امید خدا واسه هفته های بعد هم میتونیم یه کار کولی انجام بدیم که هر هفته هر شب یه مقاله انتخاب بکنیم، هر هفته همینجوری هر کسی مثلا 4 خطش انتخاب بکنه، با هم دیگه تو یه ساعت ادیتش بکنیم، ویدیوش بکنیم، یه مقاله تحویل جامعه بدیم که به درد بقیه بخوره. کلی موضوعات خوب است که میتونیم رو اجربشون بنویسیم و سعی کنیم که اونا رو گسترش بدیم. ارفان هیچ وقت نپرس که سوال دارم، سوالو بپرس. سلام، صدای من رو دارید؟ بله. توی این بحث میخواستم ترجمه کنم، خب دیدم که توی مال انگلیسیه این پیوند این ارجاع داده به یک منبعی،
خب الان منم میخوام توی ترجمه فارسی ارجاع بدم به همون منبع، این کار درستیه بدون خوندن اون منبع ارجاع بدم؟ چون بالاخره یه سوال خیلی خوبی پرسیدی. من سریع جواب بدم. ببین ما تو ارجاع دادن ارجاع دست اول داریم، دست دوم داریم، دست سوم داریم. خب وارد مبحث دست اول و دست دوم نمیشن، وارد قسمت دست سوم میشن که به این نوع ارجاع دادن شماست. چون تو ویکی‌پدیا ما بر اساس اعتماد کار میکنیم، شما میگی که آقا اینو یه کاربر دیگه خونده اون رو بر اساس اون نوشته، من هم بر اساس اصل اعتماد از این کار انجام میدم. ببین این کار شما میتونی انجام بدی، کار غلطی هم نیست، ولی لزوما همیشه به نتایج خوبی منتهی نمیشه. و تو ویکی‌پدیا قانونش اینه که هر ویرایشی که انجام میشه ویرایشگرش باید اون رو چک میکرده، ولی معمولا اتفاق نمیفته و شما میتونی این کار انجام بدی. متوجه شدی؟ حالا برای منبع ندم بهتره یا منبع دست سوم بهتره؟ منبع بدی که حتما به منبع دادن همیشه بهتره از منبع ندادنه، ولی معمولا سعی کن که اون منبع رو باز بکنی مگر اینکه منبع متوجه نشه دیگه، در نهایت همون رو بگذار. خب آره میخوام حالا یه دونه منبع دهی رو بدیم با هم انجام بدیم که اینم دیگه درس پیش از اون منبعی که می‌خواستی بدی اینجا کپی می‌کنی احسان؟ تلفن کپی کن توی قسمت چند؟ این اسکرین شما هنوز چیز نیست چا؟ من نمیبینم. ما الان اسکرین فلج تحلیلی رو داریم میبینیم. محسن روی سرچ باکس یه کلیکی بکن یه چیزی تایپ کن ما ببینیم اسکرین لایوه یا نه. بله بله اسکرین لایوه آقا. اسکرین سلام عرفان لایوه. صفحه به این میگن که اسکرین ما دوچار فلج صفحه‌ای شده، یعنی دیگه نمیتونه خودش رو لود بکنه. ولی اون منبعی رو که میخوای بدی، آره مرتضی اون منبع رو کپی بکن، مثلا منبع انگلیسی رو تو من به شما یاد بدم که توی صفحه انگلیسی تو بخش سافتویر دیولپمنت اون اولین منبع شماره 15 زده. 15 هست. اول یه دیگه درسته؟ بیزینس نمیدونم چی درسته؟ الان آدرس بار میبینیش؟ نه شما نمیدونم درسته، البته من متاسفانه صفحه شما رو ندارم. نه صفحه رو کامل نشون نمیده، صفحه رو از الان تو کلیک کرد الان باید درست ببینیش درسته؟ اینو میخواد با من رو ببینیش الان دوستان اسکرین رو دارن، اینو میخواییم به عنوان منبع بدیم، یعنی این صفحه که ایجاد شده آدرسش هم الان تو چیز کپی میکنه. Business analyst. نه business analysis learning. همچنین چیزی. خب. الان این صفحه رو میبینید؟ بله ما صفحه‌ای که داریم میبینیم صفحه بیزینس آنالیست همین لینکی که داره. الان رفتیم رو فلج تحلیلی درسته؟ آره بسیار. حالا مثلا فرض کن که میخوایم به این قسمت توسعه نرم افزار این لینک رو ایجاد بکنیم. من مطمئن نیستم، فقط به صورت آموزشی دارم این کار انجام میدم. رو قسمت ویرایش کلیک میکنیم، دیدی که کجا کلیک کردم؟ رو قسمت ویرایش کلیک میکنیم، این بالا نوشته یاد کرد، اینو میبینید؟ اینجا نوشته یاد کرد، دوستان یاد کرد کلیک میکنیم. اینجا میگه که میخوام منبع اضافه کنیم، خودکار دستی استفاده مجدد. فعلا با اون دوتای دیگه کار نداریم، نوع خودکار رو انتخاب میکنیم. کافی این لینک رو اینجا کپی بکنیم و به ابزار بگیم که منبع رو برای ما تولید بکن. این تولید میشه منبع به صورت استاندارد. شما میگی درج، این رو که بزنید اینجا این لینک ایجاد میشه و در پایین اگر دقت بکنید این لینک اضافه میشه. من الان سیو نمیکنم میشه، یعنی شما اینو لایو نمیبینید، ولی خواستم مسیرشو ببینید. دوستان متوجه شدین؟ میکنم انتشار تغییراتو بزن، بچه ها رو صفحه شون رفرش کنن بعد واگردانی کن. خیلی خوبه که ببینید. این چون من پیوند دارم میدم به پیوند حساسه، حالا اگر صفحه مقاله رو باز بکنید شما اونجا میبینید که این پیوند ایجاد بود، روش هم کلیک بکنید میره روی اون رفرنسه.
حالا یه چیز کول هم یادتون بدم، توی ویکی‌پدیا یه چیزایی که جدیداً اضافه شده قبلا نبود اینه که دکمه تشکر اضافه شده. یعنی شما اگر از یک ویرایش یک کاربری بخواید تشکر بکنید و امتنان خودتون رو نشون بدین، اینجا با استفاده از این دکمه تشکر شما میتونید این کار رو انجام بدید. اگر تشکر رو بفرستید برای ایشون یه نوتیفیکیشن میره که فلانی از شما تشکر کرد. حالا او دوستمون آقایی که من تشکر کردم آقای عباس زاده میتونه توی منوش بره ببینه که بالا میگه که مثلا مرغ از شما تشکر کرد. من از بقیه بچه‌ها تشکر بکنم که بقیه هم نوتیفیکیشن رو ببینن. خانم فرقی نجاد، اون قسمت 1, 2, 3, 4 به صورت اوتوماتیک ساخته میشه. هر چقدر تعداد زیر عنوان ها از 3 تا بیشتر بشه خود به خود ساخته میشه و لازم نیست که ویرایشگر خودش این کارو بکنه. آیا آقا بگی وقتی که شما وقتی دارید ویرایش می‌کنید یه کاربر دیگه قبل شما ویرایش کرده باشه احتمالاً این اتفاق میفته. یه بار ریفرش بکنید اون متنی که نوشتید کپی بکنید، اون متنی که ترجمه کردید رو کنترل سی کنترل وی بگیرید بعد ریفرش بکنید دوباره سیو بکنید، این اتفاق مشکل حل میشه. الان اون دوستمون که در مقاله که در 1970 استفاده کرد، ببین چون کیبوردش فارسی استاندارد نبوده عددها رو انگلیسی زده، من عدد درست میکنم. البته ما ابزار و ربات داریم که اینا رو درست میکنه، ولی اگه کیبوردتون درست باشه از اول اینها درست سیو میشن که دیگه خیلی راحت در اتفاق میفته. البته به نظر ترجمه انجام شده هم مستقیما از گوگل ترنسلیت کپی شده، ولی حالا ادیت رو بزنید که دوستان ببینن. بعد موقع استفاده از ترجمه ماشینی دقت بکنید که دوستان ترجمه ماشینی هر کسی انجام بده و فقط صرفا ترجمه ماشین استفاده بکنه احتمالا حسابش دچار مشکل میشه و قطع دسترسی میشه. ترجمه ماشینی فقط ابزار کمکی ماست. شما حتما باید اون متن رو بخونید و ببینید که قابل فهم هست یا نه و تصحیحات لازم رو انجام بدید. خب خانم گرداداری پرسیدن که درباره سطوح ویرایشگری هم توضیح میدید. بعد توی ویکی‌پدیا خب هدف همیشه این بوده که ما اجازه بدیم بیشترین تعداد کاربر ممکن ویرایش کنیم، یعنی سعی کردیم دسترسی رو باز کنیم برای همه. اما یک سری صفحاتی که خرابکاری روشون زیاد انجام میشه، یک سری صفحات حساس مثل صفحه اصلی ویکی‌پدیا، اینها نیاز دارند به این که خب کاربرانی که این عمل رو انجام میدن، کاربرانی که این ویرایش ها رو این صفحات انجام میدن با ویکی آشنا باشن، مورد اعتماد اجتماعی ویکی‌پدیا باشن و حالا بر اساس سطح اعتمادی که بهشون شده و بر اساس کاری که انجام میدن یک سری دسترسی ها بهشون اعطا میشه. برای مثال ویرایش هایی که شما توی ویکی‌پدیا انجام میدی توی یک صفحه به نام تغییرات اخیر فهرست میشه و ما کاربرانی رو داریم که اصطلاحاً بهشون میگن نگهبان، میان این ویرایش ها رو بررسی میکنن، اگه مشکل داشته باشه ویرایش رو برمیگردونن، اگه مشکل نداشته باشه تاییدش میکنن. اما همه اینها رو گفتیم بگیم که وقتی که حالا به اختلاف ها میرسه، وقتی که به بطن کار ویکی‌پدیا که ویرایشه میرسه، چه شما نمیدونم مدیر ویکی‌پدیا باشید که نمیدونم دسترسی به همه چی داره و چه کاربری باشید که تازه ثبت نام کرده، اصولاً از وقتی به ویرایش میرسه دسترسی ها یکسانه و برخورد اجتماع هم سعی شده که یکسان باشه. خب بسیار. آیا کم شما سوال دارین؟ آره من یه چیزی بپرسم. الان من یه چیزی اونم درست متوجه شدم، یعنی الان هر کسی یه تاریخچه‌ای از ویرایش‌ها داره توی ویکی‌پدیا که بر اساس اون تصمیم گیری میشه که به این ارتقا داده بشه یا نه دسترسیش گرفته بشه، درسته؟ ببینید این بحث نیست که ما امروز بخوایم راجبش باز بکنیم و راجبش صحبت بکنیم. الان بس آموزش، چون این سوالی که شما پرسیدید خیلی به نفع بقیه نیست، متوجهین؟ ولی چکیدش این هستش که هر حساب کاربری هویت مجزایی داره و هر کسی برای خودش بررسی میشه، متوجهین؟ و
بنابراین حالا سوالات رو بپرسین که یه خورده کاربری عمومی دارن و به درد بقیه میخورن. خب الان میبینیم که مقاله فرج تحلیلی یه وضعیت نسبتاً بهتری پیدا کرد. من تشکر میکنم اون دوستانی که زحمت کشیدن انجام میدن و احتمالاً یه سری از دوستان دیگه هم دارن این کارو انجام میدن. یه مسئله مهم دیگه هم که من میخوام راجع بهش تاکید بکنم بحث نیم فاصله است. نیم فاصله کسی هست که ندونه نیم فاصله چیه یا همه میدونن؟ اگه کسی نمیدونه بگه که من نمیدونم. به نظرم باید دیفالت توضیحش بدید دیگه. نه میخوام توضیح بدم. میخوام ببینم که این اصطلاح نیم فاصله برای دوستان آشنا هست یا نه. ما سنجاما تو جامعه ای هستیم که همه چیز قابل تعمیم به داستان پادشاه لباس ندارده. همه میگن آره هیچکی هم نمیده. من نمیدونم، لطفا بر من توضیح بده. من بسیار اینم خوب بود. ببینید الان این لغت رو نگاه کنید، تصمیم گیری در زبان فارسی استاندارد بین تصمیم و گیری هیچ فاصله وجود نداره. بنابراین شما رو باید اینها رو به هم بچسبونید، اما نه اینکه سر هم بشن، یعنی بشه تصمیم گیری. ما این کار رو بکنم که یک ابزاری انجام میدیم بهش میگن نیم فاصله. در کیبورد استاندارد به کمک شیفت اسپیس این اتفاق میفته. الان دقت بکنید من چیکار میکنم. ببینید الان این حالت سرهم میشه که این درست نیست. اگر کیبورد خراب شد، حالا این کیبورد رو ندادن میاره، منظور که اینو انجام میده که اینا با فاصله دیده میشن. الان نگاه، آها تو این گیری ها اینجا مشخص نیم فاصله، تو حالت عادی اینا اصلا با فاصله است، تو نیم فاصله اینا با هم چسبیدن ولی یکسان هم نیستن. این تصمیم گیری چرا اینجوری میکنه؟ آها درست شد، درست شد. الان میدید که چطور شد؟ سر هم با نیم فاصله، با نیم فاصله، نیم فاصله. این خیلی مهمه که توی فارسی درست نوشتن این کار رو انجام میدیم، چون خیلی این کمک میکنه که بقیه درست بتونن بخونن. الان این تصمیم گیری درست، الان بین بزرگتر هم درست رعایت شده. اگر این نبود این بین بزرگتر فاصله میفتاد، در صورتی که این با نیم فاصله باید نوشته میشه. ببین ما جلیل جان، زبان فارسی یک قسمت معیاری داره که مثلا فرنگستان اینو کمک میکنه و یه استاندارد داریم که کجا باید از فاصله استفاده کنیم، از کجا باید نیم فاصله استفاده کنیم. اما سوالش اینه که مثلا برای می باشد، میگیریم، میرویم، اگر بین دو تا لغت باشه بین فعل و می باید با نیم فاصله نوشته بشه. مثل لغت های مثل تصمیم گیری که شما تصمیم یک کلمه مجزا است و گیری یه افزونه ای که بهش اضافه شده، اینم باید با نیم فاصله نوشته بشه. اگر اشتباه نکنم یه کتابی هست به اسم درست بنویسیم، نوشته نویسنده که یادم نمیاد، خیلی کمک میکنه که اینها رو درست بنویسیم. خلاصه کلی ابزار هست که به شما کمک میکنه که توی واسه درست نوشتن کمک میکنه. بعد میام هر جایی که دچار مشکلی بودین، اینا مشکلات بزرگی نیستن ولی کمک میکنه که تایپ بهتری داشته باشید، ویرایش بهتری داشته باشید و خوانایی مقاله رو بیشتر بکنه. فقط دوستان با توجه به اینکه 13 دقیقه بیشتر به پایان این برنامه نمونده، من از دوستان عزیز خواهش میکنم که حداقل ممکن ویرایششون رو سیو بکنن که اگر مشکلی بود بتونیم با کمک هم دیگه حل بکنیم. و هر آقا بگه همینه، ابوالحسن نجفی مرجع این درست نویسی فارسیه که اسم کتاب هم هست غلط ننویسیم. کتابای ریز دیگه هم هست، دونم آقای شکرالله کتابی داره مزخرفات زبان فارسی، همچین چیزیه، اونم کتاب خیلی خوبیه. من توصیه میکنم که دوستان اون کتاب ها رو هم تهیه بکنن داشته باشن که هر جایی براشون مرجع سوال بود که مورد سوال بود که چه چیزی باید استفاده کنن بکنن. با توجه به اینکه 12 دقیقه دیگه زمان نمو، دوستان سیو بکنن و هر کاربری حق داره که یه دونه سوال بپرسه دیگه. ان شاء الله اگر کسی سوالی داره بپرسه که بتونیم جلسه رو رأس ساعت 11 به امید خدا تموم بکنیم.
من اولش یک سوالی پرسیدم حالا جواب کاملی نگرفتم برای اینکه کجا حرف میزنن کاربران ویکی‌پدیا با هم دیگه. مثلا گروه تلگرام اینا نداریم یا صفحه فروم؟ نه به صورت کلی کاربران ویکی‌پدیا با هم حرف نمیزنن، یعنی به صورت حرف زدن به روش مرسوم ما جایی نداریم. اما دو تا چنل داریم، چنل های آنافیشال غیر رسمی مثل همینجا، مثل تلگرام، مثل واتساپ، مثل دیسکورد، مثل جاهای مختلفی که بچهای ویکی‌پدیا جمع میشن دور هم دیگه سوالی پرسن از هم دیگه و میتونن جواب بدن. اما 90% مکاتبات سوال پرسیدن ها معمولا تو خود ویکی‌پدیا انجام میشه. ویکی‌پدیا اگه تو صفحه خوش آمدتون رو ببینی یه قسمت راهنما داره که قهوه خونه داره، شما تو قهوه خونه میتونی بری مثلا از بقیه سوال بپرسید و بهشون برسید. الان اجازه بدید من اون قهوه خونه رو باز بکنم، اونجا میتونی سوال بپرسی، راهنما داره میتونی سوال بپرسی، کلی جا هست که میتونی اون سوالت رو بپرسی با بقیه بچه صحبت بکنی. اما ویکی‌پدیا اصلش خیلی اینجوری می کنم به نظر که فریز شده. نه اوکی، خانم گلداری پرسیدن که الان برنامه چی اگه بخوام شروع کنیم؟ خودش باید شروع کرد، خودتون میتونید شروع کنید بر اساس همین پیام خوش آمدی که برای اکانتتون قطعا اومده. اگر هم نیازی به راهنمایی و کمک داشتید از طریق لینکی که الان قرار میدن، یه گروه تلگرامی غیر رسمیه، یعنی همه کاربران ما اینجا نیستن، یه تیم کوچیک از داوطلبان هستن، میتونید سوالاتون رو اونجا مطرح کنید. اما بیشتر ارتباطات و بحث های ویکی‌پدیا داخل خود ویکی‌پدیا انجام میشه. یکی از مهمترین جاهایی که اگه کسی با شما کار داشت میاد صحبت میکنه صفحه بحث شماست که حالا مسنجات نشون دادن، و حالا یه سری کامیونیتی های دیگه ای هست که حالا کم کم وارد میشید با اینها هم آشنا میشید. آره آیه کهنمویی هم یه لینک رو داد، دقیقا مرجع زیاده برای درست نوشتن و اینها، آدم خیلی کمک میکنه که این کار انجام بده و درست انجام بده. گفتم که اگر واسه هفته بعد دنبال جایی میگردید که مقاله بنویسید، میتونید توی این همایه با عنوان سرخپوش به مناسبت روز جهانی زن شرکت بکنید و بتونید راجع به این همه بانویی که بالاخره باید ویکی‌پدیا صفحه میداشن ولی ندارن یا مقالاتشون خیلی کوتاهه، این کار انجام بدیم و اینها رو تکمیل بکنیم. آدرس این صفحه هم اینجاست، قبلا توی سرچ باکس گذاشته شده، هست دوستان بخواد میتونه برداره و ملحق بشه و در مسابقه شرکت بکنه. اگر دوستان سوالی دارم خوشحال میشم که جواب بدم، یعنی خوشحال میشم که جواب بدیم. حالا که دوستان سوالی ندارن من یه نکته بگم. ببینید اصل ویکی‌پدیا و دانشنامه‌های نظیر اینطوری هستش که بر اساس خرد جمعی و مشارکت گروهی شکل میگیرن. اگر دیده باشید مقاله فلج تحلیلی، وقتی امشب ما اومدیم توی ویکی‌پدیا قبل امشب چقدر بود؟ بذار ببینیم که آخرین نسخهش چقدر بوده. میبینید که یک خط بیشتر نبوده و این باعث میشه که خیلی از دوستان بیان میگن که ویکی‌پدیا فارسی کامل نیست، اطلاعاتش دقیق نیست. چرا اطلاعاتش کامل نیست؟ چرا اونقدی که باید اطلاعات نداره؟ به خاطر اینکه امثال ماها توش مشارکت نمی کنیم. اما الان که میبینیم که بعد اینکه با هم نشستیم و یه خورده یاد گرفتیم، مقاله وضعیتش از این یک خط به اینجا رسیده. نمیخوام بگم که خیلی عالی شده، ولی منظور اینه که از اون یک وضعیت یک خطی الان حداقل 15 خط احتمالاً یه سری دوستان دارن سیو میکنن، ان شاءالله از اینم بیشتر میشه و به این شکل ویکی‌پدیا شکل میگیره، دانش آموز به این شکل گسترش پیدا میکنه و بیشتر به درد بقیه میخوره. محسن عزیز جانم یه زحمتی بکش برو تو صفحه‌ای که پیغام خوش آمدگویی برات اومد. دوستان عزیز، خیلی از سوالاتی که میپرسید، چه در حین این رویداد از ما پرسیدید، چه تو رویدادهای قبلی، چه همیشه وقتی با آدم ها برخورد میکنیم زمانی که میفهمن ما ویرایشگرهای ویکی‌پدیا هستیم، به ضرس قاطع میگم این نظر شخصی من هست و شاید بعضی ها باش مخالف باشن، ولی نظر شخصی من هست که بخش بزرگی از سوالات، ابهامات، اعتراضات شما در لینک های موجود در این پیغام خوش آمدگویی وقتی که اکانت تازه میسازید براتون میاد و نوتیفیکیشنش هم بالا به رنگ قرمز میاد وجود داره. منتها ما داریم در مورد 5 اصل بنیاد ویکی‌پدیا، آموزش سریع و خودآموز ویرایش، شاهنمای ویکی‌پدیا، شیوه نامه، خوندن این 7-8-10 تا لینک برای من حدود
16-17 ساعت نانستاپ زمان برد، یعنی حدود 3-4 روز 6-7 ساعت وقت گذاشتم و خوندمش. واقعیتش اینه که مثلا یکی از دوستان پرسید کجا صحبت میکنن، خب اینجا توی خوش آمدگویی قهوه خانه به شما معرفی شده. دوستان پرسیدن که آقا ساختار مقاله رو باید رعایت بکنیم، ویکی‌پدیا اصول نگارشی رو باید رعایت کنیم. بنده به عنوان علیرضای پورآوردین شخصا عرض میکنم راهنمای نگارش متن در فارسی بهتر از این شیوه نامه، همین خط 6-7 بالای اون لوگو فارسی، اگر محسن موس رو توش تکون بده ممنون میشم، شیوه نامه و ساختار مقاله. یعنی من هر کی میخواد یاد بگیره چه جوری متن خوب بنویسه میگم برو شیوه نامه رو بخون. بله زمان میبره، شما خوندن این 13-14 تا دونه لینک برای من 15-16 ساعت زمان برد، ولی تمام سوالاتی که از من میپرسن همین لینک های صفحه خوش آمدگوییه. حالا ممکنه بگید که خب خیلی طول میکشه، من اهل خوندن نیستم، من اهل فلان نیستم. واقعیتش اینه که بهشت به بها میدن نه به بهانه. اگر شما جواب سوالاتون رو میخواید، جوابای سوالاتون واقعا به همین میزان مفصله، یعنی راه میانبر دیگه ای من سراغ ندارم و اینو به زرس قاطع بهتون میگم، خوندن لینک های داخل صفحه خوش آمدگویی بخش بزرگی از ابهامات شما رو برطرف میکنه. اصلا همینی که بین لینک های صفحه خوش آمدگویی هی وارد میشین و تو در تو میرید جلو باعث میشه ساختار ویکی‌پدیا رو متوجه بشید. اگر کسی سوالی داره مایکی و محسن زحمت بکشن جواب بدن، من میوت میکنم. ببینید آقای عباس‌زاده، در مورد تصاویر اینا جلسات بعدی صحبت ما میکنیم، یعنی اینا هر کدومشون ما یک مثلا سیلابس داره این جلسات که به ترتیب اونا میریم جلو. شما سعی میکنید که تو هر جلسه با حجم زیادی از اطلاعات مواجه نشید که آدم دچار فراموشی و بی‌حوصلگی بشه. هر جلسه یک ساختار مشخصی داره، داریم بر اساس اون میریم جلو. حالا میگم که ممکنه اون جلسات اول با توجه به تعداد کسایی که جدید بهمون ملحق میشن یه مقدار تغییر بکنه، ولی در حال کلی داریم با این ترتیب آمارو میریم جلو که بچه‌ها با شرایط بیشتر یاد بگیرن. میگم که شما اگر تو این هفته‌ای که آینده میاد تا جلسه بعدی، حالا ممکن هفته بعدی باشه یا دو هفته دیگه، یه سری چیزا یاد میگیرید، یه سری سوالات پیشرفته‌تری پیدا می‌کنید، ان شاء الله سعی می‌کنیم که اونجا راجع بهشون صحبت بکنید. پرسو جان ببینید، توی دانشنامه نویسی من اینو همیشه میگم که برای کردیت شخصی اصلا خوب نیست، یعنی هدفش شخصی نیست، متوجه این؟ هدفش اینه که ما یه بحثی داریم بهش میگیم مسئولیت اجتماعی. هر آدمی به این، شما خانم گله داری احتمالاً خیلی از مواقع وقتی یه سوالی داشتین جوابش تو ویکی‌پدیا پیدا کردین. چرا اون جواب تو ویکی‌پدیا بوده؟ به خاطر اینکه یک نفر قبل از شما اومده زحمت کشیده و اون رو نوشته. بنابراین ما هممون وظیفه داریم که یک بخشی از زمانمون، یک بخشی از دانشمون رو برای این کار سپری بکنیم. حالا لزوم نداره که حتما این کار ویکی‌پدیا باشه، ولی ویکی‌پدیا ساده‌ترین و راحت‌ترین راه کمک کردن به بقیه است. جواب سوالتون رو گرفتین؟ من بازم توضیح بدم. خب 4 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، من دیگه میریم که قسمت پایانی بحث داشته باشیم. اگر دوستان سوالی دارن دیگه سوالشون رو بپرسن، اگر کسی ویرایشش رو میخواد سیو بکنه سیو بکنه به امید خدا که خروجیشو با هم دیگه ببینیم و لذت ببریم از این کاری که به صورت کناری با هم انجام دادیم. حالا واسه هفته بعد آقای پورآوردین قول داد که با توجه به اینکه اون حجمی که می‌خواد رسیده یه خوردی هم دستی به سر گوشش بکشه و شرایط مقاله رو بهتر بکنه. حالا هفته بعد، دو هفته بعد که دور هم جمع شدیم دوباره این رو بررسی می‌کنیم. ببینیم موسی جان به صورت کناری ویرایش کردیم رو می‌تونیم به عنوان یک واژه جدید امروز ثبت بکنیم. شما زحمت کشیدید. آره احسن از واژه‌های اختراعی بنده. این ابو که یه مقاله رو گسترش بدیم، ولی در کنار کارهای دیگه که انجام دادیم مقاله رو گسترش پیدا کرد. نه واقعا من کیف کردم، خیلی لذت بردم و خوشحالم و من میدونم الان خانم امینی، آقای آقا بیگی، آقای کیانی، خانم گلداری، عشان این مرضی که امشب بچه ها شما گرفتید و من 2 سال پیش گرفتم و 2 ماه کف این صفحه سفیده ویکی‌پدیا بودم و داشتم ویرایش میکردم. اگه یه زمانی خیلی حال بهتون داد منو دعا کنید، اگه یه زمانی خیلی هم دیدید وقتتون رو میگیره فوششو به محسن بدید، یه جایی هم میتونید فوشا رو به مایکی بدید چون مشکل خاصی نداره.
بله بله، شاید تصاویر هم جلسات بعدی میرسیم که بحث تصاویرشون بحث کپی رایت داره و اینا یه مقدار پیچیده‌تره، اینا رو باید در کنار هم دیگه بریم جلو و کلی کار داریم دیگه. میگم که دوستان علاقمند باشن به امید خدا مباحث بعدی و مسائل جدی‌تر رو هم مطرح می‌کنیم. حالا اگر دوستان دیگه سوالی ندارن دیگه همتون رو به خدای بزرگ منان میسپرم و تشکر میکنم که زمان گذاشتید و این شب تعطیلیتون رو با آموزش در سایت howtowiki.ir ثبت نام بکنید که به عنوان عضو در جامعه ما باشید، اطلاع رسانی های ما به سرعت بیشتری به دست شما برسه و تعاملات هم میتونه توی اون بستر ادامه پیدا بکنه. فایل ویدیویی هم سعی میکنیم از طریق همون سایت در اختیارتون قرار بدیم. ممنون از محسن و ممنون از مایکی، ممنون از شما که تشریف آوردید. خداحافظی میکنم از همه دوستان. مایک عزیز ویدیو رو ضبطش رو استاپ میکنی؟ حتما. منم از حالا این حدود 25-6 نفری که موندن تشکر میکنم که تا این وقت شب با اون موندید و اگه سوالی بود، اگه مشکلی بود، ما توی گروه های تلگرامی از و حالا howtowiki.ir پاسخگوی شما هستیم. برای جلسات بعدی هم از همون کانال هایی که پیدا کردید، از جمله توییتر با هشتگ ویکیپدیا و یا کانال های ارتباطی ویکیپدیا فارسی، ما رویدادهای بعدی رو پوشش خواهیم داد. تشکر میکنم بازم و شبتون خوش. شب دوستان بخیر.